دوستان عزیز سلام به شما، سال نوتون مبارک. دوشنبه است 21 فروردین و 10 آپریل سال 2023. ساعت هم هست 10:23 صبح به وقت نیویورک، به وقت شرق آمریکا. و خیلی خوشحالم که این برنامه به اصطلاح شد. بعضی وقتا میگه گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی هم چنان می شود که باورت نمی شود. در هر صورت شد. شاید هم افشین یکی از دلایلش بود، چون من با ایشون داشتم با تهران، یعنی در تهران صحبت می کردم و گفتم حالا من تو برنامه در این مورد صحبت می کنم. موردم این هست که یک روزنامه آیندگان مال زمان شاه، به اصطلاح امروز ما یک صفحهشو گذاشتیم که توی اون نشون میده دوره شاه هم سربازهای ایرانی میرفتن و در سوریه کشته میشدن. دوستان یکی از اشکالات ما به غیر از اینکه ممکنه نادانی باشه، گاهی اوقات کمدانی هست. این آقای پرویز ناظری یادم رفت، همیشه به من میگفت که سوربی جان، اینایی که کم میدونن خیلی خطرناکن. من اولا نمیفهمیدم یعنی چی. کسی کم میدونه خب از دانسته‌هاش هم کم استفاده میکنه. گفت نه، اینا خیلی خطرناکن، چون فکر میکنن همه این کم دونستن، همه دانش‌ها همینقدر. خب ممنون افشین. آها میگه این کیست. بله، حالا انشالله اون کار که انجام داد شما باش آشنا میشی. ما دوستمون آقای پتیک یه فیلمی رو دیده بود از آقای علی آقاجانزاده از ایران. این آقای علی آقا شیرازی هستن و آقای پتیک یه دفعه دیده بود اون دهی نزدیک اصفهان، تیران، داران، اینها خیلی از این چیزا دارن اونجا، که قبر به اصطلاح اجداد ایشون، پدر بزرگ ایشون، اینا اونجا هست رو توی فیلم نشون دادن. ببینید دوستان، ما که خارج هستیم حتی دلمون برای مرده ها هم تنگ میشه. مرده ها که از بین رفتن دیگه نیستن، دلمون برای سنگ قبرشون هم تنگ میشه. یادم یه آقای مهندس هوشمندی بود، با ما یه چند ماهی در آلمان بود و ایشون میگفت که دلش برای سبزی فروش محلشون تنگ شد و ورداش زندگی رو، با وجود که دو تا بچه آمریکا دنیا آورده بود ولی با خانمش که ایرانی بود رفتن ایران. بعد گفت که نمیشه زندگی کنیم. آقا ما همه زندگیمون رو ریختیم به هم، آمدیم ایران زندگی کنیم، نمیذارن زندگی کنیم. داداش خود من در شرایط جنگ ایران و عراق از این آمریکا که میتونست هر شب خوش بگذرونه، عرب بخوره، با دوستاش باشه، بلند شد اومد ایران. خاموشی بود. شب تو فرودگاه پاسداره بهش گفته بود، یا مامور فرودگاه هر کی بود، پاسدارا بودن دیگه اون موقع، گفته بود هر چی تو جیبت بریز اینجا. پولاش و اینا رو ریخته بود اونجا، در کشو باز کرده بود، اینجوری پوشش داده بود تو کشو. حالا کی اون موقع بیاد شکایت کنه، چه کار کنه، به کی شکایت کنه؟ ناگفته نماند. دوست خود من آقا کاظم از آلمان آمده بود اینجا فیلادلفیا، گرفتنش. آقای پلیس آمریکا گفته بود هر چی رو جیبیتو برس اینجا. 10,000 مارک اون موقع با خودش بود، پول اون موقع هنوز یورو نبود، گذاشت اونجا، کشیدن بالا، همشون خوردن، یکیش خوردن. اگه مثل الان بود میتونست بره دنبالش، شاکی بشه و الی آخر. ولی متاسفانه اون موقع هم وقتی یه خلافی میکنه آدم میترسه، هم این که وارد نبودیم، نه من آنچنان، نه ایشون به قوانین، و خلاصه مفت اون آقا شد، خورد و رفت. خب حالا بذارید من ببینم میتونم لینک اینو، دوستان اگر برنامه رو میبینید مشغول ذمه هستید اگر شیر نکنید، والا ما زبانمون مو در آورد. آره بذار من اینو به شما نشون بدم و برای دوستان دیگه، اگه بتونم هم یه زنگی به یکی از دوستان بزنم، اسم ایشونو درست نمیتونم تلفظ کنم، ولی این
ببینید این روزنامه آیندگان، اتفاقا فکر کنم آیندگان یکی از اونایی بود که اونایی که یه مقدار روشن فکر بودن و یا فکر میکردن روشن فکرن به اصطلاح این روزنامه رو میخوندن و خیلی چیز نیست، ولی مثلا ببینید بالاش نوشته اطلاعیه فروشگاه بزرگ ایران درباره مبارزه با گرانی. دوستان ببینید زمان شاه هم مبارزه با یعنی گرانی بوده که باید باش مبارزه کنن. خب این ورم نوشته نمیدونم نیویورک از طریق لندن دفتر هواپیمایی تبلیغ، بعد اینجا نوشته آتش سوزی بزرگ در گمرک خرمشهر. آتش سوزی هم میشده دوستان. بعد این بار نوشته، این بار نوشته اسرائیل در شاهنشاه فرمودن اسرائیل در جنگ نهایی بازنده است. باز پایینترش نوشته ایرانیان برای پاسداری صلح به سوریه رفتن. بعد اینجا نوشته نرخ تازه 174 کالا. خب دوستان یادتونه شماها میگفتین شهریه نبود در ایران و ما هی میگفتیم والا بلا شهریه بود، مادر ما گریه میکرد چون سه تا بچهش در یک زمان باید میرفتن دبیرستان. نگاه کنید دوستان 1810 ریال شهریه دبیرستانهای دولتی. باز بیارم این و آخه واقعا انصاف داشته باشین، مردم دیوونه نبودن که انقلاب کردن. شاه و اطرافیانش به خصوص خانواده نالایقش کاری کردن. اینجا نگاه کنید ایرانیان برای پاسداری صلح به سوریه رفتن. خب این کارهای غلط رو انجام داد، سرانجامش شد مثل امروز آخوندا دوستانش مخالفینش نزدیکانش آمدن بهش گفتن این راه که تو میروی به گورستان است. به همشون فوش میداد شاه، گو اینا نمیفهمن. شاهی که دیپلم نداشت همون کمدان، شاهی که دیپلم نداشت فکر میکرد از همه بیشتر در همه رشته ها میداند. این بود. حالا بذارید من این عکسو که گذاشتم ببینیم، به قول دوستان ایرانی میگن ببینیم بازخوردش چی بوده. ولی ما تو ایران وقتا هم گفتیم عکس عمل دوستان چی بوده، ولی این میگن بازخوردش. اولا تا اینجا هستم من یک صفحه از یه دوستی رو به شما نشون بدم که درخواست کمک داره. این خانم زهرا میرزایی از طریق یه دوست مشترکی به اصطلاح به من معرفی شده و اون دوست که خانم سیمین هست گفتن اگر میتونید کمک کنید. گفتم الان من در شرایط مالی و کاری خوبی نیستم و نمیتونم، تلاش خودم رو میکنم، ولی از طرفی یک کار کوچیکی که میتونم انجام بدم اینه که اقلا در همین صفحه‌ای که حالا ما 20,000 تا رو فیسبوک داریم، 15,000 تا و 5,000 تا اینها، ولی همه که نمیان ببینن، چندین هزار تا روی یوتیوب داریم و ایمیل داریم و لینکدین داریم و توییتر داریم، ما اینو نشون بدیم. گاهی وقتا دوستان احتیاج فقط به یک نفر هست، یک آدم خیر فکر کنه من به جایی که پول مراسم کفن و دفن پدرم رو بدم و یه عده بیان اونجا بخورن برن، این پول رو برن بدم زندانیا رو آزاد کنن، این پول رو برم بدم به خانم میرزایی یا میرزایی هایی که تو ایران هم کم نیستن، که چی بشه دوستان؟ بیاین پایین صفحه ایشون، این صفحه رو از لینکدین نشون میدم. حالا لینکدین چرا فقط اینشو گذاشته؟ خب دیگه تصمیم اونا بوده. این خانم هستن، من اصلا ایشون رو تا امروز صبح حتی پیامامون رو به هم نمیتونستیم مستقیم بفرستیم، توسط یک خانومی در بجنورد ایران به من معرفی شد. گاهی سربی من شاهدم خودم که شما کمک میکنید به این و اون و یک کمک ناچیزی هم به خود همین خانم سیمین هم کردیم و خیلی خوشحالم که ایشون هم الان آمده تصمیم گرفته به دیگران کمک کنه. دوستان این احساس کمک کردن، احساس بخشیدن، از خودتون دریغ نکنید.
شما هرچی پول در بیاری بری طلا بخری، سهام بخری، زمین بخری، خونه بخری، ماشین خوب بخری، اینا شما رو ساتیسفای یا راضی نمیکنه. ولی وقتی که یه خوراک، یه ساندویچ بخری، اینجا ساندویچ 5 دلار، تو ایران نمیدونم چند هزار تومان بخری برای یه نفر، اون احساسی که بهش امتحان کنید دیگه، امتحانش که ضرر نداره. اوکی، حالا میای پایین‌تر، ایشون این نوشته که راجب برادرشون، ببینید شنیدید، میگه طرف میگه آقا من بریدم، وا دادم، کم آوردم. ایشون مقالش رو یا پستش رو با این شروع کرده: من کم آوردم، وقتی کل درآمدم میشه خرج بیمارستان برادرم یا داداشم که لنگ نمونه، وقتی میبینی سگ دم میزنی بتونی چیزی که میخوای رو بخری، وقتی نمیرسی به جایی که میخوای، وقتی اینقدر طرحات خوبه که همه ازت تعریف میکنن ولی پولی که در میاری باید خرج برادر بیمارت بشه، این میشه زندگیت، این میشه عیدت. بذارید من این نوشته ایشون رو بزرگ کنم. واقعا ایرانی ها بعضی هاشون چقدر قشنگ مینویسن، بعضی هاشون هم چقدر افتضاح مینویسن. هم این ور آدم میگه، هم اون ور باید بگه. این میشه زندگیت، این میشه عیدت، میشه فقر. خدا ما رو نمیبینه. ایشون نوشته که بذارید 10 سال پیش، 10 سال پیش داداشم کلیه هاشو از دست داد، دیالیزی شد، 2 سال دیالیز کرد، بعد 2 سال چون تو صف پیوند بود بهش زنگ زدن از بیمارستان سینای تهران بره برای پیوند. خب من با این بیارم که خیلی نپره. پیوند انجام شد، حالش خوب شد، عادی شد، چند وقت پیش رفت سر کار نگهبانی، بعد 2 ماه پاهاش ورم کرد، بدنش آب دفع نکرد، دفع پروتئین و بستری شدن توی بیمارستان شد عاقبتش. حالا دکتر گفته باید بازم دیالیز کنه، شاید کلیه پیوندیش برگرده که حتی درصدش کمه. من به عنوان یه خواهر دلم میسوزه و میخوام کمکش کنم ولی دستام خالیه، تموم درآمدم میره واسه خرج دارو و درمانش، هر هفته آزمایش دادنش. این اواخر با یه دختری ازدواج کرده بود، قرار بود کار کنه بتونن یه خونه اجاره کنن که اینطوری شد. الان توی انباری خونمون که سقفش چوبیه و دیواراش از گل هست زندگی میکنه، بدون امکانات و بدون وسیله، فقط یه بخاری دارن و یه فرش کهنه. من یه خواهرم که جگرم میسوزه، واقعا اوضاع خوبی نیست. این پست رو با گریه نوشتم چون پیش هر فامیلی رفتیم خودشون رو کنار کشیدن، هیچ کس کمک نکرد. رفته بود سر کار که پول جور بشه برای پول پیش خونه یا پیش پول خونه، ولی حالش بد شد. دکتر گفت اصلا نباید کار کنه، اگه میتونید بهش کمک کنید یا به هم قرض بدین که بتونم اون انباری رو بازسازی کنم که بتونه با زنش اونجا زندگی کنه. مریضیش یه طرف، خانواده زنش هم بهش فشار میارن که چرا خونه اجاره نکرده. هر کی میخواد به داداشم کمک کنه به شماره کارت من واریز کنه، چون همه کاراش رو خودم انجام میدم. شماره کارتم ایشون نوشته، به نام خودشم هست، زهرا میرزایی. وقتی انگلیسی داخل متن فارسی مینویسید بعضی وقتا شماره ها کاملا برعکس میشه. حالا من شماره‌ای که ایشون نوشته بزرگ میکنم نشون میدم، امیدوارم بتونید شما دوستان استفاده کنید از این شماره و کمک خودتون رو هر جوری که میدونید به ایشون برسونید. این شماره است: 60 37 99 81 30 72 16 49. من چون جویا شدم ببینم چجوری همجور به شماره این و اون که نمیشه پول بریزی، فهمیدم وقتی شماره رو میزنی گویا اسم طرف میاد. اگه همون اسمیه که شما میخواین
اون وقت واریز میکنی، یعنی اینجوری وریفای میشه، شناسایی میشه، کانفرم میشه، تایید میشه و شما میتونید کمک کنید. نوشته هر مدارک پزشکی و فاکتور بیمارستان هم بخواین براتون میفرستم، از جمله اینجا کارت شناسایی، گویا اینایی که به اصطلاح عضو از بدن رو دریافت میکنن براشون کارت شناسایی صادر میکنن که اینه، پیوند کلیه مسعود میرزایی، نام پدر علی اکبر، تاریخ تولد دوستان 1365 تا 1400 میشه 35 سال، 1402 میشه 37 سال. گروه خون A مثبت، نوع پیوند نوشته از فامیل، نه نوشتن از جسد، حالا قریب و آشناش هم بعد گویا. خلاصه این یه کارتشه، اینم دستگاه دیالیزی که اونجا هست. ببینید دوستان، این دیالیز سالهاست انجام میشه. من خودم دوستی داشتم، این آقای بهکام آذر، یادم رفته آذر پناه بود، آذر چی بود، آذر فام بود، و این هر دو هفته، هر یه هفته نمیدونم میرفت، میگن خیلی هم دردآوره چون این آمپولایی که میزنن به اصطلاح کلفته که خون از توش بره و فلان اینا. بعضی وقتا اینا از درد اینا صحبت نمی کنن، اینا از این رفتن و اومدن و مکافات چون اینا صحبت میکنن. در اصل برگردیم به برنامه‌مون ببینیم که این دوستمون چی میگن. خیلی ممنون. بعد من ممکنه یه سفری در پیش داشته باشم و امیدوارم بتونم توی این سفر دوستان رو ببینم. اینم یکی از مزایای کار ما هست که میتونیم این ور اونور بریم و با دوستان باشیم. دوستان عزیز در فیسبوک اگر صدای منو میشنوید، اینجا امتحان کردم صدا بود، اینجا یه یسی نوی بنویسید، آدیو ویدیو گود، بعد خوب، بالا پایین، تا به قول معروف حضور خودتون رو نشون بدید. خب آقای افشین هم یک ساعت پیش برای ما یه چیزی نوشتن که بعداً میخونم، نمیخوام این صفحه فیسبوک خراب بشه، میام اینجا، منظورم اینه به هم بریزه، نه اینکه خدای نکرده از وجود شما. بله خیلی مزه داد، عکس‌ها رو با واتساپ براتون فرستادم. بله من با ایشون صبح صحبت کردم، گفتم اوضاع اینترنت چیه، گوه آقا این برادران پاسدار خیلی آدم های خوبی هن. خودشون محدودیت میذارن، خودشون فیلتر درست میکنن، چون خودشونم میدونن چجوری محدودش کردن، خودشون میدونن چه فیلتری بسازن که چجوری آزاد بشه، و خلاصه همش دور پول میچرخه، همش ماجرا سر لحاف ملا نصرالدینه و دور پول میچرخه. دوستان اگر امکان داره به خانم میرزایی و برادرش کمک کنید، امیدوارم یه روزی ایشون بتونه تماس بگیره با تلویزیون مردم و بگه سوربی من حالم خوب شده، و از شما که اینو پخش کردید یا از دوستی یا دوستانی که کمک کردن من تشکر میکنم به این نوع. اگه یادتون باشه ما در برنامه‌های تلویزیون مردم یه سری برنامه‌هایی داشتیم به عنوان پناهجویان رو دریابیم، پناهجویانی که مخصوصاً به خاطر ندونستن اینکه میتونن وکیل داشته باشن، خودشون رفته بودن اقدام کرده بودن، بدون وکیل رفته بودن، رد شده بودن، دوباره رد شده بودن، و اینها بهشون پیشنهاد میکردیم وکیل بگیرن و فلان اینها، و خیلی از اینها بعداً تماس میگرفتن میگفتن قبول شدیم و فلان و اینجور رو بریم سر کار کمک میکنیم. ما گفتیم ما احتیاجی به شما نداریم، شما همون زندگی خود تو بعد از این همه مدت برزخ به چرخونی مایه سربلندی و خوشحالی ماست. دیروز من یه فیلمی رو از آقایی به نام عبدالله فداکار گذاشتم روی فیسبوک، روی فیسبوک مردم تیوی، روی لینکدین، روی اینستاگرام و روی توییتر. اینستاگرام خیلی جالب بود، شاهین گفت آقا اومدی نوشتی که سراغ ما نمیاد برای که احتیاج نداره، بعد برای که آقا اینستاگرام کارش خرابه، اینستاگرام وقتی من این لینک رو میذارم میگه عکسم بفرست. حالا منم اون موقع عکس ندارم، میام یه عکسی میذارم، ولی خیلی جالبه شاهین جان، باورت نمیشه چند نفر اومدن نظر دادن قبول کردن. خودت دیگه آمارا رو میتونی بگیری، برو ببین
دوست عزیز، اینستاگرام این کارش اشکال داره. اینا باید با یه عده آدمایی مثل من، عقب افتاده تکنولوژی، صحبت کنن، ببینن چه کار میتونن بکنن تا برای اینم بهترش کنن. حالا شما جوونی تق 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 6 تا کلیک میکنی، ما نمیدونیم، نمیخوایم 6 تا کلیک، ما تنبل شدیم، میخوایم با 2 تا کلیک ماکسیموم یه چیزی رو پست کنیم. آقا دیگه هایپرلینک یعنی هر لینکی که با www آغاز میشه یا هر لینکی که با https شروع میشه، اینو باید خودش بدونه که آقا این هایپره. شما ویدیوی خودتو نگاه کن، فقط بینیسه یوتیوب، بعد شما مجبوری زیرش باز توضیح بدید، کلیک کنید آن دیست، این درست نیست عزیز من. شما یه لینک بس تو فیسبوک ببین چجوری میفهمه این لینک ویدیوه، یه عکس بذار ببین چجوری خودش اندازش میکنه. اینستاگرام کوفتی این کارم نمیکنه. عکس که میذاری 4 تا آپشن بهت میده، بعضی وقتا گزینه زیاد خوب نیست. آقا تو که میدونی من این عکسو گذاشتم، فرمتش هم که میدونی، اندازش هم میدونی، خب بذار دیگه. به من میگی میخوای همهشو نشون بدی، میخوای اینقدرش نشون بدی، میخوای اینقدرش نشون بدی. در هر صورت ممنونم، همین که باز شاهین هست و اگه من یه اشتباه میکنم اون به من نق میزنه، اگه اون یه اشتباه میکنه من 6 تا نق بهش میزنم، خوبه. داشتن دوستانی که ایراد شما رو بگیرن خوبه. یه دو تا ویدیو درست کرده بود، دوباره برگشت، دوباره سویچ کرد به کتاب خوندن، خیلی اهل کتابه. من فکر نمیکنم شاهین جان کسی بخواد مثلا کتاب زلاتانه چی اصلا من نمیشناسم اینا رو، بخواد تو قسمت قسمت گوش کنه. اونی که کتاب آدیو بوک میخواد، خود من اولین آدیو بوکی که خریدم آدیو بوک زندگی بیل کلینتون بود. از اینجا میخواستم برم کانادا، اون موقع هم این رادیوهای ساتلایتی نبود، اگرم بود من نداشتم. فکر کردم چه کار کنم، نمیشه که همش موزیک گوش بده، هی بگه پارسال با هم دست جمعی رفته بودیم زیارت، یا بگه که نمیدونم آبی آبی چشم آبی. به این فکر افتادم که برم آدیو بوک بخرم. یه آدیو بوک خریدم، فکر کنم 2 تا 3 تا سی دی بود، 8 ساعت این آقای بیل کلینتون با صدای خودش این کتاب رو خوند. شما باید از اونایی که دوست دارن مثلا این چیزو سوال کنی. من چون میام میبینم زحمت کشیدی، لایک رو میزنم، تشکر میکنم، ولی معنیش نیست که من اینو دوست دارم شما بیشتر انجام بدید. اگر حتی اینستاگرام دیسلایک هم میذاشت، من به خودم اجازه نمیدم دیسلایک بذارم. بابا طرف رفته زحمت کشیده. دوستان این ویدیوها رو که نگاه میکنید رو فیسبوک لایک بزنید، کامنت بنویسید، روی یوتیوب لایک بزنید، کامنت بنویسید، اون جوین رو. من امروز والا یه ویدیویی از یکی از همین دوستان که میرن اینجا اونجای ایران رو نشون میدن، وقتی یه ویدیوی نگاه میکنم $10 میفرستم، یکی دیگه اش $7 میفرستم، یکی دیگه اش $5 میفرستم. فکر میکنم رفتم سینما یه بلیت خریدم، حالا یه نفرم پشت سرم یا داره دستش میکنه تو این پلاستیکای چیپس سر صدا درست میکنه، یا یه بچه‌ای داره گریه میکنه، یا یکی لگد میزنه به صندلی، خیلی راحت تو خونه خودم نشستم، این آقا ما رو میبره این ور اونور ایران. خیلی قشنگ میفهمم، میبینم که این برنامه‌هایی که این داره استفاده میکنه، وسایلی که میخره، درونی که میخره، الان فیلم‌های جدیدشو با فیلم‌های پارسالشو نگاه میکنی، مقایسه میکنی، میبینی دوربین بهتر، صدای بهتر، بعد حالا یا نامزدشه یا خواهرشه یا همسرشه یا دوست با خودش میبره، اینا خرج دارن، بالاخره باید یه ساندویچی بخورن، اهل گوشت و اینا نیست. ولی در هر صورت دوستان انقدر خسیس نباشید. اگه اشتباه نکنم نمیدونم یکی از این، خواستم بگم سارتر، ما میگیم سارتر ولی سارت هست، ژان پل سارت یه هم چیزی، ایرانی ها میگن سارتر، یکی از اینا نوشته یه دفعه بشینید وصیت نامه بنویسید، از این بالا که می‌نویسی میای پایین، بعد خودکارو بذار بخون، ببین برای همه نوشتی، این برای این، این برای اون، ولی برای خودت چیزی نیست، چون میدونی که چیزی نمیتونی ببری. شاه رو نگاه کنید با چه عجزی میگه من که میدونم یک کفن میبرم. یکی بهش بگه نادان، اگه میدونستی یک کفن ببری خونه جنوب فرانسه، نمیدونم جزیره فلان، کارخونه اون، سهام کمیشن از طوفانیان و از اسلحه و اینا برای چیه؟
چرا این کارها رو کردید؟ چرا نیومدید گاندیوار ما نمیگیم به اون سادگی زندگی کن، ولی چرا نیومدید ساده زندگی کنید، مردمی باشید؟ این دوستمون افشین میگه که آقا حالا که داره جمهوری اسلامی میریزه شما از اشکالات شاه نگو. میگم اولا شما پارسال هم گفتی میریزه، دو سال پیش هم گفتی میریزه، والا دیگه ما عدواز وایسادیم اینجا که بریزه نمیدونه. در هر صورت حالا اون بریزه، چه اشکالی داره ما هم تاریخ رو بگیم که مردم بدونن اشتباهات گذشته رو انجام ندن. حالا بیان یک آقای دیگه هم هست، من تا مدت ها فکر میکردم این اسم هست حوری تایید، چون یه خانم تاییدی هم هست توی ویدا تایید توی تلویزیون، بعد میدونید خانم فرزانه تایید، آقای منصور تایید اینا، ولی این آقا حالا من براتون نشون میدم، بذارید. نوشته که جهت اطلاعات جبهه مارپول اوتسا کریمه هم دستماست داریم، امنیت کوریدور شمال جنوب رو تامین میکنیم. آقا اصلا این چه به برنامه من چه کار داره، به این نوشته چه کار داره؟ بذار من ببینم میتونم به این آقای منصوری، جهان منصوری، پرچم آخوندارم گذاشته اون بالا، نه اینا بلدم نیستن مسیج چیز کنن. من بهشون بگم که این چه ربطی به بنویسم، اگه بر نداشت اون وقت من بر میدارم. ببینید اینجا این چه ربطی با پست داره. ببینید اصلا آدم رو منحرف میکنن از برنامهش. در هر صورت این یکیش بوده. یکی دیگه روی صفحات خود من، چون من اینا رو دو سه جا گذاشتم، ببینم آها شاید این آقای جهان رو بتونم روی قهرمانی که توش خیانت به کشورش باشه بخوره تو سر پدرش با این کاردستیش. شما از کجا میدانی این آقا خیانت کرده؟ بزرگ کاش که بتونم با این آقا صحبت کنم. دوستان خیلی از اینا باز همون مشکل نادانی و کمدانی رو دارن. اسم این آقا هست جهان منصوری. بذارید من بیام توی صفحه شخصی خودم و یه چیزی یه مدت من نمیدونستم. اینایی که دوتا صفحه دارید، یکی پیج مال بیزینستونه، یکی صفحه شخصیه، شما وقتی تو پیج هستید اون قسمت مسیج و این چیزای اینا رو نمیبینید. اسم این آقا جهان منصوری بود، جهان منصوری. اون وقت وقتی هم اونجا چیز میذاره تو این قسمت شما نمیبینیش. یعنی واقعا خراب کرده، به غیر از اینکه اینستاگرام رو خراب کرده این آقای، بله پیدا شد خدا رو شکر. اینجا بله ببینید اینجا مسیج هست، ببینم من میتونم برای ایشون مسیج بذارم. آقای منصوری سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم، الان برنامه زنده دارم، نوشته های شما رو خوندم، نوشته های شما خیلی بی ربطه، خیلی از پیش قضاوت کردنه، خیلی اشتباهه. خب از صفحه شما معلومه که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، هیچ اشکالی نداره. اتفاقا من دوست دارم با شما صحبت کنم که به دوستانی مثل افشین و دیگران بگم آقا شما فردا پیروز شدی، با اینا میخواین چه کار کنی؟ بعد دوست عزیز لطف کن فقط درباره پستی که من میذارم نظر بده، اگر پاک نکنی من به اصطلاح شما رو بلاک میکنم. این پیامو برات میفرستم، بیا الان تو دوتا صفحه میتونی با من به صورت زنده صحبت کنی. اینم برای آقای جهان منصوری بفرستیم بره، یه تبلیغ مجانی هم بشه، ولی عادت نشه که دوستان بیان مزاحم ما بشن که ما به این دلیل تبلیغ کنیم براشون. اینه آقای جهان منصوری، علامت به اصطلاح پرچم، بذارید من ببینم حالا چیز شد این پیام، اجازه بدیم پخش کنم اینم. آقای منصوری بله دوستان در فیسبوک ببینید این اشکالا رو مثلا من بهتون نشون بدم. باز این میدونید برنامه ما سعی کردیم هر چیزی که بلدیم خودمون
به دیگران هم یاد بدیم، تا دوستی یه وقت یه کاری که انجام میده بگه من اینو از سوربی یاد گرفتم و دمش گرم، یا حالا هرچی که میگید نمیدونم. من خودم بارها گفتم یه چیزی رو اون سعید اون موقع که با ما دوست بود یاد ما داد که تو کامپیوترمون بود ولی خبر نداشتیم، به قول به اصطلاح اسنیپر یه همچیزی عکس میگیره از صفحه، لازم نیست بریم اونجا. هر وقت باور کنید هر وقت من یه عکس میگیرم از صفحه یادمون میفتم. نگاه کنید دوستان، وقتی میرید رو صفحه یکی از دوستان، حتی اگه باهاش فرندم نیستید، ببینید اد فرند یعنی فرند من نیست، این قسمت مسیجی که میزنید اینجا، این احمق فیسبوک این پایین باید میکروفونم میذاشت، نیذاشته. شما باید بری اول به علاوه رو بزنی کلیک کنی، بعد میکروفون میاد. آقا این آزمایشیه، دارم به بینندگان یاد میدم، عکس شما رو هم نشون دادم، اینم یه تبلیغ مجانی برای شما که شما ببینی همه خائن نیستن. بزرگترین خائن آقای رفسنجانی بود، بزرگترین خائن آخوندا بودن به انقلاب ایران. هر وقت دوست داشتی بیا مهمون من مجانی با هم صحبت کنیم تا بینندگان نظر بدن. تموم که شد این کلیک رو میزنید دوستان، این پایین هنوز هستیم، میتونید گوش بدید. آقا این آزمایشی، وقتی پسندیدید اون وقت این پیکان یا فلش رو میزنید، میبینید الان شد دو تا مسیج، یه مسیج قبلا براش فرستادم، یکی حالا. ولی بریم ما هنوز سراغ اون آقای عبدالله فداکار، چه فامیلی جالبی هم داره. یه آقایی در برلین بزرگ، کلان شهر برلین به قول ایرانی ها، که از دو پا فلج هست و من تعجب میکنم دوست عزیز آقای عبدالله فداکار، شما درسته که بازگو کردن حادثه ناگوار از دست دادن پاهات برات خیلی مشکله، ولی شاید با بیانش جلوگیری کنی از اینکه این حادثه برای یکی دیگه اتفاق بیفته. مثل این میمونه که من یه جایی تون برم پلیس به من تیکت بده، بعد بیام به مردم بگم دوستان من نمیدونستم اینجا مدرسه است، یواش برید تیکت نگیرید. ممکنه وقتی دارم توضیح میدم یادم بیفته $160 منو نقره داغ کردن، روی بیمم هم اثر گذاشته، حالا هر سالم باید پول بدم. ولی با اشکال ما ایرانی ها اینه که از اونی که معتاده میترسه بگی من معتادم، اونی که نمیدونم دزد بوده گرفتنش میترسه بیاد بگه آقا من دزد بودم گرفتنم. میدونید یکم باز کنید خودتون رو، از کشورهای دیگه که داریم توی زندگی میکنیم یاد بگیریم. در اصل ایشون سالهاست در آلمان زندگی میکنه، در برلین به ساختن ویالون که توضیح میداد برای هر یه ویالون 300 ساعت بیشتر کار میکنه و این ویالون 7000 یورو میفروشه. ما فوری همون میگیم واو 7000 یورو، شما میتونی $130 یه ویالون چینی بخری. ولی اونی که اون ویالون میخره که کار دست شده و فلان و اینها، اون قدر اون میدونه، میگه قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. ما این ویدیوی آقای عبدالله گذاشتیم. من ویدیوهای جالب قبل از گذاشتم، من ویدیوهای جالبی که برای به دست میارم برای دوستام هم میفرستم. همش قرار نیست خبرهای بد رو بفرستیم، چیزهای خوب هم تو زندگیمون با دوستامون شیر کنیم. برای آقای پتیک فرستادم، پتیک فوری گفت من $50 میدم به تلویزیون مردم که اینو تو تلویزیون مردم برای من پست کنی نشون بدی. یادتونه چند مدت پیش یه خانم ارمنی که ازدواج کرده بود، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم اندی یه آهنگ خونده درباره این جنگ ارمنستان و آذربایجان و اینها، و به خدا میگه تو کجا بودی؟ و جالبه آخر این آهنگه باز میگه خدایا به ما کمک کن. من برای پتیک نوشتم، من نشستم اینو نگاه کردم شروع کردم اشک ریختن، بعد به خودم گفتم من که ارمنی نمیفهمم چرا اشک میریزم، بعد دیدم ناخواسته اون زیرنویس انگلیسی که داشت من داشتم اونو میخوندم. خیلی کارا هست دوستان ما انجام میدیم متوجه نمیشیم. به این میگن unconscious، یعنی ضمیر ناخودآگاه. شما ببینید اگه پلیس بگیرد تو بگه کجا داری میری، میگه خونه دوستم، میگه آدرسش چیه، میگه من آدرسش بلد نیستم ولی بلدم ببرمت. خیلی کارهای اینجوری انجام میدیم. شما
اگه من ازتون بپرسم از صبح که بلند میشین از خواب چند تا کار انجام میدید؟ حالا بعضی از صبح مسواک میزنن، من باور ندارم صبح باید مسواک بزنی. اگه شب مسواک زدی دیگه صبح برای چیه؟ دیگه دهنتون یه شروع بر دنبال کارت. این برای اینا که خیلی تیتش مامانی هر روز 60 بار مسواک میزنن، دندوناش هم همه خراب، برای که همون مسواک خرابش کرده، همین نخال که هی وای میسن اینجوری میکنن خرابش کرده. بمانه مسواک میزنن، ریش میزنن، نمیدونم ابروشونو برمیدارن، موهاشونو کوتاه میکنن، چای درست میکنن. برای یه چای درست کردن شما ببین چند تا کار انجام میدی. کتری رو برمیداری، آب میریزی توش. من همیشه آب رو اندازه میگیرم میریزم تو کتری. چرا آب زیادی گرم کنم که احتیاج به برق زیادی داشته باشه، بعدم بریزمش دور، بعدم خانم الهام شایسته برای من بنویسه آبی که در کتری میمونه اگه دوباره داغ کنین باعث سرطان میشه. از همسرم میپرسم شما هم چای میخوای؟ بعدم بگی شما، تو نگی، میگم شما هم چای میخوای؟ اگه بله، دو تا از این استکانا پر میکنم، آب میریزم تو کتری، کتری برقی، دکمهشو میزنم، همچین که شروع کرد سود زدن و خاموش شدن برمیدارم. حالا یک چای معمولی میخواد، یک کافی میخواد، هرچی. ولی شما اگه به یکی بگی بشمار برای من از صبح تا حالا چند تا کار انجام دادی، امکان نداره بتونه همه رو انجام بده، چون این کارها رو ناخودآگاه انجام میده. ماشین روندن، دنده عوض کردن، ترمز زدن، گاز دادن، پیچیدن، چقدر میپیچی؟ اگه یکی بهت بگه سر این پیچه چند درجه میپیچی؟ من چه میدونم؟ من بستگی به پیچ میپیچم. در هر صورت بمانه، اصلا راجع به چی بود یادم رفت. برگردیم به این ماجراها و من بیام اینجا ببینم که این میخوام برگردونمش اینجا. خب دوستان، اینجا هنوز کسی چیزی ننوشته. البته این صفحه شخصی خود منه، برم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی ببینم اونجا چیزی نوشتن یا نه، یا شاید من یک کاری کردم که کامنت ها مثلا نوشته نمیشه. رو صفحه مردم تیوی شما کامنت بغل ویدیو نمیتونی بذاری، فقط اون زیر میتونی بذاری. دلیلش اینه که ما از اینجا پخش میکنیم به فیسبوک صفحه خودم، از فیسبوک صفحه خودم شیر میکنم با فیسبوک. دیدم اون روز آقای علی صدارت داشت برنامه اجرا میکرد و اینجوری حرف میزد، براش نوشتم آقای صدارت ما این وریم، شما چرا اون ور رو نگاه میکنی؟ گفت سوربی جان، من برای اینستاگرام و تلگرام و اینها دارم برنامه میذارم، 3-4 تا دوربینه. آقای علی صدارت، شما اگه روزی که آمدی آهنگری یاد بگیری فوری تا دیدی این استای میله رو میکنه تو آهن، اینجوریش میکنه، گردش میکنه، میله پهنش میکنه بیله، بلند نمیشدی برگردی نیویورک و برنامه های خودتو بذاری؟ البته خوشحالم یه دوتا چی که من به شما یاد دادم، این صاف کردن ویدیو اینا رو میبینم که شما انجام میدی، اینا رو هم من به شما یاد میدادم. یه برنامه هست دوستان به نام ریستریم. ریستریم شما وقتی که یه ویدیو خروجی میدی 10 تا 15 تا جای مختلف اون میتونه این کار انجام بده با یه دوربین، نه 10 تا دوربین، نه 10 تا استارت، نه 10 تا ستینگ. حالا ماهیانه یه چیزی از شما میگیره ولی میارزه، همش داری تو دوربین نگاه میکنی. راجع به دوربین نگاه کردن، حالا ببین ما از کجا میریم کجا. یه برنامه بود میگم از شرق تا غرب، از جنوب تا شمال، از شمال تا جنوب، در سری برنامه های آن شما خواستید. حالا بعضی وقتا شما هم نخواستید ما براتون میگیم. درباره تو دوربین نگاه نکردن و این پایین نگاه کردن، اگر برنامه آقای مسعود کردار رو قبل از اینکه ما ورش داشته باشیم یا ورش داشتیم از روی یوتیوب و فیسبوک و اینها به دلیلی که خود ایشون خواست که برش بداریم نگاه کنید، متوجه میشید ایشون وقتی گرم برنامه میشه و صحبت میکنه و من نوشته ها رو میخونم یه مقداری هم عصبانی میشه، مثل برنامه هایی که قدیم تو تلفن، من یادم این آقای بهار میرفت تو تلفن، بعد آقای بهار چون دندوناشم مصنوعی بود اصلا توف و کف و اینا، من اصلا اونجا شروع کردم رابینگ الکل میخریدم، وقتی میبردم با دستمال، بعد یه مدتی گفتم آقا من تلفن خودمو میارم وصل میکنم اینجا، یه تلفن انقدی مال شرکت خودمون میبردم وصل میکردم که اصلا دستم به اون تلفن نخوره. آقای کردارم رفت، من نمیدونم اونجا تلفن بود چی بود، البته ایشون گفت من مشکل نور داشتم مجبور بودم اینجوری بشینم و اینا، خلاصه بعد خودش
ببینید این نوع آدم ها خوبن که بفهمه آقا این کاری که شما کردی کار مورد پسندی نبوده. به اینا میگن پرفکشنیست. به ایرانی هم یه چیزی میگن، جمله قشنگی هم هست الان یادم نیست، من پاسم میخواستم میگم عالی پسند. پرفکشنیست، پرفکشنیست کسایی هن که البته یه مشکلی داره، هیچ وقت تو زندگی راضی نیستن، هر کاری میکنن میگن میتونم بهتر از این انجام بدم. یه حسن داره یه عیب داره. در صورت آقای شیرزاد جلیلی، آقا مرسی، نوشته I love you، منم I love you، منم شما روز منو ساختی، مرسی مرسی مرسی. و ببینیم این آقای جهان چی میگه. کشورش ایران باید حداقل کاری که میتونیم براش انجام بدیم، نه اینکه با پرچم کشور برنامه دور افتخار بزنیم. آقای منصوری عزیز من، شما قولت میدم اگه از ایران اومدی بیرون کاملا عوض میشی. امیدوارم بیننده برنامه من باشی، برگردی برنامه های قبلی رو هم نگاه کنی. اجازه بدین من شما رو فعلا دیلیت کنم این برنامه رو که مغز دیگران رو به اصطلاح اذیت نکنید و بیام اینجا مردم تیوی. دوستان این ویدیو رو پتیک $50 لوت کرد، حمایت کرد تلویزیون مردم رو، منم 5-6 جا گذاشتم، همین الان یادم افتاد که روی بالاترینم بذارم. بالاترین اگر خود اون کسی که این ویدیو رو درست کرده گذاشته باشه ممکنه قبول نکنه. این رو دوچه وله، ببینید این پایین، من معمولا سعی میکنم اون امانتداری، رسالت نمیخوام بگم، من نمیخوام مثل شاه فکر کنم که پیغمبر شدم ماموریتی برای وطنم. برید بخونید این کتاب ماموریتی برای وطنم، مردک آمده کتاب نوشته جواب به تاریخ به فرانسوی. آقا بوزینه، تو بچه بودی رفتی حالا فرانسوی و انگلیسی یاد گرفتی، ای کاش یاد نگرفتی، نگرفته بودی، ای کاش خفه خون گرفته بودی، حرف نمیزدی. یکی از اون خفه خوناش این بود که یک جای من اصلا باورم نمیشد، گفتم این صدا گذاشتن، صدا ساختن. حالا حرف تو حرف میاد، عبدالله فداکار کوهنوردی حرفه‌ای که روی صندلی چرخدار، اینجا نوشته ویلچر نشین، یه نفر نوشته بود بنویسید صندلی چرخدار پارسی را پاس بداریم. او به جای گوشه نشینی به ساختن ساز و پرتاب دیسک رو آورد و به مقام قهرمانی آلمان رسید. خنده های فداکار به یاد ماندنی است. این فداکار فامیلیشه. برید ببینید که وقتی من نمیگم حالا برای که ویدیو رو برای شما خراب نکنم، برید ببینید از این آقا میپرسه اگه امروز الان یک جنی پری بیاد به شما بگه من 3 آرزو تو برآورده میکنم، ببینید 3 آرزوی این چیه. آقای منصوری اونایی که شیمیایی شدن تو ایران، اونایی که جانباز هستن، آخوندای احمق، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان نمیتونه از اونا نگهداری کنه. حالا این بنده خدا هم چون اومده آلمان تونسته زنده بمونه. خجالت بکشید، از خودتون شرمنده باشید، خوشحال باشید که این جون بده. من آلمان بودم تو فرودگاه میدیدم این سوخته ها رو میوردن از یه در دیگه، بعد به این نتیجه رسیدن از دری بیارن که همه میبیننشون، بدنش سوخته میآوردنش که همه ببینن، تبلیغ بشه برای آخوندا. از اینا اینجوری سوء استفاده کردن. بعد بچه های خود قرمساقاشون از بچه احمد، از بچه خمینی، احمد خمینی گرفته که مثل یک تاپالهی گاو میمد میشنست بغل دست باباش، همون موقعی که میگفت بچه ها رو باید به جنگ بفرستیم. خمینی ویدیوش هست، آقای اکبری گذاشته، بذارید دوباره دوستان اینا رو هی پخش کنید، هی نیان بگن این مسئله امروز ما نیست، امروز نمیدونم در این دوران حساس، همه روز حساسه، همه ساعت حساسه، هر چیزی به نظر شما مهم میاد بذارید پخش کنید. خمینی میاد میگه اینها میخوان بچه ها در دیسکو باشن، بچه ها فلان باشن، ما میخوام اینا برن جبهه کشته بشن، شهید بشن. قرمساق بچه خودت چرا تمرگیده اینجا؟ چند تا بچه آخوند رفتن جبهه شهید شدن؟ چند تاشون جانباز هستن الان؟ چند تاشون روی چرخهای روی صندلی چرخ، کدومش درسته؟ چرخ صندلی دار، صندلی چرخ دار نشستن که چرخه خرابه، نمیتونن برن بیان، کار ندارن، زندگی ندارن، کسی رو.
این آقا میگه من خودم از خودم مراقبت میکنم، ولی اگه این بالا خواستم شیشه رو تمیز کنم، دولت آلمان یه نفر میفرسته شیشه رو تمیز کنه. خجالت بکش آقای جهان منصوری، ننگ بر شما باد. البته شما این تپلهایی که تلویزیون ایران پخش کرده همش رفته تو جسمتون و تو مغز، مغز که دیگه نمونده، شده آهک. خجالت بکشید. وقتی یکی میاد یه چیزی مینویسه فوری جواب ننویسید، برید در موردش فکر کنید، تحقیق کنید. طرف 40 کیلومتر یه سه چرخه ای که براش درست کردن با دست، بگم با دست پا میزنه، با دست دست میزنه، 40 کیلومتر دوچرخ سواری میکنه. من از اینجا تا خونه پسرم 3 مایله با دوچرخه یه روز رفتم، بعد گفتم دوچرخه اینجا باشه، با ماشین منو راید بدین خونه. خفه بشید واقعا. لعنت به دهانی که بی موقع باز بشه. اینو زیر اون ویدیو شاه نوشتم. حالا اینو داشته باشید. یکی از بهترین دوستان من میگه بله شاه درست گفت. اون موقعی که ما قانون کوروش نوشتیم، خانم این قانون کوروش اینا اصلا الکیه، بی خوده. قانون کوروش شما نوشتید، این چند سال پیش پیدا شده که شما میگی نمیدونم آمریکا رو از اون نوشتن، حقوق بشر رو از اون نوشتن. برید بابا دنبال کارتون، بذار من براتون بیارم بخونم این دوستمون چی نوشته. اولا ببینم آقای اکبری، این ویدیو رو من براتون پیدا میکنم. اصلا من باورم نمیشد که شاه اینقدر نادان باشه. میدونید شما بعضی وقتا میگی آقا مگه میشه؟ این ماجرای ترامپ یادتونه؟ ما هر روز یه اتفاقی میافتاد میگفتیم این دیگه آخریه، بعد باز دوباره میگفتیم آقا مگه میشه؟ از اینم بدتر شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. بذارید ببینیم این آقای امیر جلالی چی برای ما فرستاده. آها، فلوریدا 2 جوون خیلی جوون رفتن 3 نفر رو کشتن. خب ببینیم اینجا عوامل حاکمیت کنونی در خرافات قوتور می باشن. ها این ماجرای تعزیه و اینا مال ماه رمضان نیست، مال ماه محرمه، ولی خب هیچ اشکال نداره. من یه لابی برای شیرزاد بفرستم اینجا و بله اینم از این. خیلی ممنون، متشکر. بیام اینجا و بریم سراغ، من هنوز اندرخم اون عکس آیندگان که خب دیدیم اینایی که چی کردن، ولی یه نفر دیگه هم بود که یه چیزی نوشته بود که ترمز ایجاد نکنین. حتما یادتونه من پارسال قبل از عید 1401 خداحافظی کردم و رفتم. ما که مسخره میکردیم شهرام همایون و دیگران رو، ما که مسخره میکردیم میبودی که گفت اگر احمدی نژاد رئیس جمهور بشه من دیگه نمیرم جلو دوربین و پشت میکروفون. خودمونم اینجوری شدیم، ما که مسخره میکنیم ابی و این و اون آخرین کنسرت رو میذارن، دوباره میان میگن نه خیلی این آخرین خداحافظیه، شانس رو بردیم نمردیم، مسخره میکنیم. خود رو میجو شد گفتیم بابا این طرفدار دو گروه هم بیشتر نیستن، یکیش مجاهدین بیچاره عقب افتاده، یکیش شاهولای های عقب افتاده. اینا هر کسی یه حرفی میزنه میگن آقا در این شرایط حساس شما دست انداز نشو، شما ترمز نشو. حالا من میخوام تماس بگیرم به این آقا یا خانم تایید، فکر کنم آقاست، عکسش میگه آقا، ولی اینم یه بدبختی دیگه. دوستان صفحه درست میکنن عکس بچهشونو میذاره، صفحه درست میکنن عکس مادرشونو میذاره. یکی دیدم نوشته خاله عزیزم و رفتن 3 سال فلان. گفتم بابا ولمون که تو رو خدا دیگه، حالا 3 سال خالت مرده تا هنوز دست بر نمیداری. نمیدونم اینو کجا نوشته بود این دوستمون، ولی براش یه پیام فرستادم. بذارید اینجا من میتونم پیداش کنم. بله، هوراکه تایید یا هوراس تایید، نمیدونم اینو اگه من تلفظ بد میکنم اسم شما رو از شما عذر میخوام. اوکی، ببینید دوستان من ببینم با ایشون یه تماسی داشته باشم. خب دوست عزیز آقای تایید، من در برنامه دارم راجع به شما صحبت میکنم، ای کاش میتونستیم یه چند دقیقه‌ای در برنامه شما رو داشته باشیم تا در این مورد صحبت کنیم. و شما مثلا نوشتید ترمز لازم نداریم. دوست عزیز هرچی ماشین بهتر باشه ترمزاش رو بهتر و بیشتر میکنن.
شما ببینید ماشینای اولیه که ترمز نداشته که یه سنگ مینداختن جلوش وای میساده یا میرفته یه جایی بخوره به دیوار وایسه، نمیدونم. ولی ماشینا که سرعتشون زیاد شد به غیر از ترمز یه ترمز دستی پارکینگ بریک هم گذاشتن. الان که دیگه هی چیزای بیشتر و بیشتر، حتی دکمه میزنی اگه درون به ماشین نزدیک میشه. اینا نوشتم آقا شاید شما چون میدونی حرکت رضا پهلوی حرکت نیست، پیش خودت میگی خب ماشینی که حرکت نمیکنه ترمز برای چی میخواد؟ من چجگونه میتونم ترمز باشم در جنبش آقای رضا پهلوی با 5 تا؟ اولا علی کریمی به کل خودش کشید کنار تا فهمید اینا یه مشتی لوزر و عقب افتاده و اینا هستن، کشید کنار. حالا شدن 6 تا. این 6 نفر نازنین بنیادی که میاد نگاه اینو اون میکنه، رضا پهلوی که شده تو سرخور حامد اسماعیلیون و مسیح علی نژاد، اون یکی آقای مهتدی که چون تجزیه طلبه اونم ساکته، دیگه کی مونده؟ هیچ. شدن این دو سه تا. این دو سه تا الان سر آقای شاهین نجفی هم هول شده بود که بیاد از این نمد یک کلاهی بسازه، اینا قبولش نکردن. دوستان رد صلاحیت میکنن، باورتون میشه؟ در آمریکا، در کانادا، در اروپا طرف اون آقای امیر طاهری هم، آقای امیر طاهری تو رو خدا بابا چون پیر شدی از میکده خارج شو، برو نیاد نظر این امید و اینا مسخرت کنن توی برنامه ها. آقا شما رو نامزد کردن، اونا گفت من اصلا خبر ندارم نامزد شدم. این نامزد کردن رو ول کنید، بذارید مردم خودشون بیان بگن من خودم رو کاندید میکنم برای این کار، تا دیگران با سوال کردن پدرشون رو در بیارن. شما دلتون نمیخواد قبل از انقلاب 57 یه عده از خامنه ای، خمینی، رفسنجانی، بهشتی اینا سوال میکردن، از بنی صدر سوال میکردن مرد حسابی آقای بنی صدر تو چجوری میخوای بانکای ایران رو اسلامی کنی؟ که امروز اون آقای کیه؟ یه علامه ای هست میاد میگه آقا ما اصلا بانک اسلامی نداریم، بانک اینه. حالا شما بانک اسلامی درست کردید، خسته نباشید، 40-50% از مردم سود میگیرید، اون وقت میگید بانک اروپا که 1% میگیره اینا بانک ربا میدن، برای اون یه اسم دیگه نزول گذاشتید، برای این میگید قرض الحسنه است، رو یه شیرینی خریدیم و فلان. اینا افتضاح. آقای منصوری اگه این برنامه رو بعدن دیدی یکم فکر کن با خودت. ببین آقا تو برنامه های خود تلویزیون ایران میگه لباس یک بچه یک ساله رو شما نمیتونی 43 سال بعد همون لباس رو بکنی تنش، اصلا خنده دار میشه، مسخره میشه، لباس پاره میشه، شکمش میفته بیرون، هیچ جاشو نمیپوشونه. اینا دارن همین کارو با تو میکنن و تو خودت رو انقدر کوچیک نگه داشتی که اینا بله اون لباس یک سالگی رو تن شما میکنن ولی تن دیگران نمیتونن بکنن. حالا اونایی که میگن آقا این لباس زشته اندازه من نیست، شما به اونا میگید وطن فروش؟ وطن فروش شما هستی که نمیدونی وطن یعنی چی. شما وطن پرستی رو کجا یاد گرفتی؟ میهن پرستی رو کجا یاد گرفتی؟ اگه طرفدار آخوندا هستی که اینا وطن و میهنی ندارن، برو ببین راجع به سیزده بدر، راجع به عید، راجع به چهارشنبه سوری، راجع به اینا چی میگن. اینا جهان وطنی هستن، پس نشون میده اون درست هم یاد نگرفتی. حالا یکی میگه آقا ولمون کن، یه احمقی اومده یه چیزی نوشته، شما ول نمیکنی. ولی خب همینه دیگه، یه احمق یه سنگ میندازه تو چاه، این چاه مردم میخوان ازش آب بخورن، باید 1000 تا دانا بیان این چاه سنگ رو بکشن بیرون. ما هم داریم این کار میکنیم. خب پیغامه همینجور رفت، ببینم چی گفتیم برای آقای تایید. خب دوست عزیز آقای تایید، من در برنامه دارم راجع اوکی 50 اینم یه مکافات دیگه. البته خب فیسبوک این کارو میکنه، وقتی که حقیقت واسه کنم مثلا ما میگیم 3 دقیقه، مردم میگن آ 3 دقیقه کمه، فیسبوک هر یه دقیقه، یعنی الان حرف من رو 56 دقیقه قطع کرد، 56 ثانیه، هر یه دقیقه تمام میشه. این کار باعث میشه شما یادت بیاد چقدر حرف زدی و یادت بیاد اون طرف مقابل لزوماً همه اینها رو نمیخونه. من یادم میاد این آقای شیرزاد جلیلی قبلا خیلی چیز میفرستاد، من بعدا تو برنامه گفتم دوستان لطف کنید 2 تا 3 تا، چون دروغ بهتون نمیگم، من نمیتونم 15 تا پیام یه نفر رو بخونم بعد برم حالا سراغ 15 تا پیام یکی دیگه که اونم داره همین چیزها رو میگه. میدونید من یه نفرم، شماها حالا اگه حتی بگیم 10 نفرین، خب 10 تا 15 دقیقه پیام بذارید میشه چقدر؟
میشه 150 دقیقه، میشه 2 ساعت و نیم. خب من اگه 2 ساعت و نیم قرارش فقط پیامای شما رو گوش بدم، هیچ کم الحمدلله پول نمیده. برگردیم به آقای مسعود کردار. آقای مسعود کردار با من تماس گرفت، گفت سوربی جان اون چیزی که شما گفتی درسته، من نگاهم رفته به این طرف به خاطر نور و اینا، ولی کلا برنامه مورد دلخواه من نیست. خیلی ها شکایت کردن آقای کردار خیلی فریاد میزنه توی چیز. دوستان فن بیان رو یاد بگیرید. من نمیخوام بگم من بهترینم، بالاترینم، داناترینم، ولی در بیان بله شما احساساتت، اگه یک کسی مرده باشه نمیای بگی که خاله دوست من فوت شده، خیلی قشنگ میگی خاله دوست من فوت شده، بهش تسلیت میگم فلان اینها، میدونید یعنی بالا و پایین داره صدا، یه جا باید بالا باشه یه جا پایین باشه، یه جا عصبانی باشه یه جا خونسرد باشه، یه جا یه چیزی هم بگی مردم بخندن. آقای کردار به من میگه آقا من با وجودی که گفتم رضا پهلوی چنین و چنان، ولی من که آقا تو مایی که طرفدار ایشون نیستی، چرا خودتو خراب میکنی برای یک آدم عقب افتاده؟ طرفدار پادشاهی هستی؟ بیا بگو پادشاهی پارلمانی، پادشاهی سلطنتی، پادشاهی مثل فلان کشور، هر کسی هم میتونه بیاد بگه، ولی نه یا بگو مقدار تحصیل پدرش شاه بوده، تجربه پدرش شاه بوده، نمیدونم فلان پدرش شاه بوده. بعد یکی میگه کدوم شاه؟ همون شاهی که ایران رو بعد از 57 سال داد دست آخونده و فرار کرد؟ البته جنبش و دست انداز و ترمز رو بذارید کنار. دوستان نگاه کنید ببینید الان مشروط خواهان چجوری هول شدن افتادن. کی آقای عرفانی؟ کی که به پرویز ثابتی انگل اجتماع، کسی که باعث شد حکومت شاه از بین بره، میگه عالی جناب. این احمد حدود 47-8 سالشه، رفته 2-3 مدرک گرفته، بعدم با پارتی بازی این و اون رفته یک کتابی نوشته برای پرویز ثابتی جنایتکار. ولی نگاه کنید اینا خودشون با دست خودشون خراب میکنن. الانی که رضا پهلوی اون ور نشسته میگه همه بیان، اینا میگن نه ما مشروطه، ما اینجوری، ما اونجوریم، فلانی بیسار، و با سلام و صلوات جنبش رو فرستادن خونه. به قول سکویی که من بهش میگم سگ کوهی، بذاری یه سنگی هم به سکویی بزنیم اگه پیدا بشه. من 22 سال پیش باهاش صحبت کردم، اون موقع اومده بود توی برنامه خانم هما احسان، نمیدونستم کیه کجاست، ولی دیدم به نظرم یه آدم دیوونه یه، گفتیم خب دیوانه چوب دیوانه ببیند خوشش آید. بذارید ببینیم دکتر سعید سکویی آن ایر، نه اینا متاسفانه هر کی میاد اسم یکی دیگر، حالا ما برای اینم پیام میذاریم، میاد اسم اینو یه میذاره که 4 ویدیو دیده بشه، ولی این هر کی از 2019 تا الان هیچ چیز نیذاشته. آقا اگر شما دکتر سکویی نیستید این اکانت رو ببندید، واقعا خجالت آوره. اگر دکتر سکویی هستید خب بروز کنید اکانت رو، مصاحباتون رو بذارید، با اینایی که برای شما پیام میذارن تماس بگیرید، نکنید این کارو. دوستان درباره آقای شاهین نجفی یه نواری از ایشون اومده بیرون. ایشون میگه اومده آلمان، اون بنده خدایی که حالا یا تو خونهشه مزاحمشه هرچیه، یه کار براش پیدا کرده تو سوپرمارکت، رفته سوپرمارکت از صبح گوشی گذاشته. خب فکر کنید شما یه کارگر سوپرمارکت هی اینجوری اینجوری داشته باشه، چی کنه؟ گاهی وقتی عرعر کنه. بعد طرف اومده گفت، خودش هم میگه خیلی آدم نایسی بود، آدم خوبی بود، گفت که آقا وقتی میای سر کار این گوشی نباید تو گوشت باشه با این صدای بلند. گفت بهش گفتم آقا من برای پول کار نمیکنم، من بنده پول نیستم، از این شعارهای چوسکی آبکی خلاصه ول کرد. بعد میگه این دوستمون دوباره یه کار دیگه درست کرد توی شرکت آلمانی که از 4 صبح برم تا 10 صبح پکیجا رو پیده که پیکه پی یه چیز اینجوری هم میگو پکیجا رو بسته‌بندی کنم اینا. بعد اونجا دیدم آقا من اصلا آدم کارکن نیستم، ول کردم اومدم. گوش کنید حالا شاهین نجفی که داره داد بیداد میکنه از این آخوندا که اینا قانون شکنن فلان، این مردک اومده آلمان، کسی که در یک کشور دیگه تازه اومده داره زندگی میکنه، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ سعی میکنه قوانین اونا رو یاد بگیره، دومین کار سعی میکنه قوانین اونا رو اجرا کنه، خلاف انجام نده. این من فکر کنم موادی چیزی میزنه، میگه من 4 صبح میرم آشغالامو میریزم دور
که نخوام اینا رو جدا کنم، ریسایکل کنم، بازیابی، هر چیه که بهش میگید شما تو ایران. اون وقت این میخواد بشه بلنگوی شازده. شازده نادان و احمق چون یکم موزیک دوست داره از اینا خوشش میاد، رفته گفته آقا اینم بیارید، اینم خوب داد میزنه. اونا گفتن نه، اونا میدونن که این شاهین نجفی کیه. این تکلیفتونه با اپوزیسیون. حالا اونایی که هی میگن شما شدید دست انداز، خب این اگر امروز نمیتونه جواب یه نفر آدمی مثل من که تحصیلات سیاسی نداره رو بده، فردا چجوری میتونه جواب بده توی مجلس، توی نمیدونم هیئت دولت؟ خجالت بکشید، به خدا از خودمون باید خجالت بکشیم. امیدوارم این صحبتایی که من میکنم به اصطلاح یکی بشنوه، عمل کنه، نمیدونم چی بگم. خب این سعید سکویی 5 تا اینجا چیز هست ولی عکس هیچ کی نیست، عکس خودش نیست و اینها. معمولا اینایی هم که اینجور میشن بعد مجبور میشن بیان بنویسن صفحه رسمی سعید سکویی. تا اون موقع اگر کسی شماره تلفن جدید سعید سکویی رو داره باهاش تماس بگیره. من شماره تلفن قدیمیشو تو اون تلفن دارم که هنوزم به چارجه، برای دفتر تلفنش تماس گرفتم. یه آقایی بود گفت که این سعید سکویی کیه، خیلی ها با این شماره با من تماس میگیرن و من دیگه نمیدونم چی کار کنم. در صورت از اون طرف هم ما عذرخواهی کردیم و رفت. خب راجع به آقای مسعود کردار گفتم، از طرفی آقای کردار خیلی ها گفتن ما میام جوابش میدیم. میگم بیاین. میگی کی بیام؟ گفتم پول بده، ساعت بخر، وقت بخر، میام. از اون ورم آقای کردار میگه من حاضرم جواب بدم. میگم میدونم آقا، اونا هم میخوان بیان به شما جواب بدن، من این وسط جواب شما به جا. میگم اولا آقای کردار از شما سوالی کرده که شما میخواین جوابش بدید؟ میگه نه، ولی من میخوام بهش بگم من چرا بیام. نه یا چرا بیام برم ثبت نام کنم؟ گفتم جایی رو معین کرد که شما ثبت نام کنی، شماره تلفن داد. ولی آقای کردار، اون دوستی که زنگ زد با شما 45 دقیقه صحبت کرد، این دوستمون یه چیزی رو که من در تمام برنامه ها گفتم، دوستان در حین برنامه جمله به جمله زنگ نزنید، پیام نذارید. این دوستمون امید، درست میگم امید اسمشه، 4 تا 5 تا مسیج گذاشت. اولا من فکر کردم دوستمون بهزاده، بعد شماره رو که نگاه کردم دیدم نه، شماره فرق میکنه. خلاصه 4 تا 5 تا مسیج گذاشت. مسیج آخریش که من اینا رو می‌خواستم بفرستم برای آقای کردار، فرستاد گفت آقا نفرسی ها، این آقای کردار چقدر آدم خوبیه. آقا اون 4-5 تا مسیج قبلی، پیام قبلی، فوش، نمیدونم هر تهدید نه، هر چی بگی این ایشون انجام بده بود. بعد که گوش داده بود، بعد شماره خود آقای کردار رو رو صفحه دیده بود و گویا ما رو صفحه درست گفتیم، رو نوشتن بد نوشتیم. بهتون میگم بعضی وقتا این 778 رو ما مثلا میزنیم 787، اشتباه میکنیم. بعضی ها مثلا 69 رو میزنن 96. این مکافات ها با پیری همراست. خلاصه بعد این دوستمون زنگ زد گفت آقا عجب وطن پرسته. من روم نشد بهش بگم خب حالا این که وطن پرسته، حالا این که میخواد این کار رو انجام بده، شما بهش گفتی آقا برنامه بعدی تو من حمایت میکنم، برنامه بعدی تو من پول میفرستم برای تلویزیون مردم، تو برو. نیستیم. اون کسی که مثل این آقای تایید میمیسه حالا که مردم به حرکت افتادن، منظور شما از مردم کیه؟ کدوم مردم؟ جوانایی که تو ایران حتی نتونستن پدر مادرهای خودشونو بیارن جلو، چون پدر و مادر تجربه داره، پدر و مادر مارگزیده است، پدر و مادر از ریسمان سفید سیام میترسه. یه سوالی من ازتون میکنم، اینو بزرگ بنویسیدش روی کاغذی، بنویسید چرا تا امروز هیچ کدام از این جنبش ها، حالا بغیر از آقای نیساری و آقای آبتین و اینا که اینها از سر کم تجربگی این کار کردن، هی فلان روز بیان بیرون، فلان شب بیان داغ نواره بزنین، فلان شب چراغ روشن کنین، فلان شب برید زیر لاف، کدوم یک از این جنبش های رسمی و غیر رسمی و نیم رسمی و ملی و فلان تا امروز آمدن یه فراخوان بدن که آقا 13 رفتی، عیدم تعطیل شد، تموم شد، 14 اوی مدرسه ای، اوی نمیدونم کارمند، همه تون بیاید تو خیابون بشینید. کدومشون؟ هیچ کدوم. چرا؟
چراشو برای من بنویسید. چرا اذیتتون کنم؟ چرا استخون لای زخم بذاریم؟ الان بهتون میگم چرا. چون همه اینا میدونن اگر یک فراخوان بدن و مردم نیان برای اون فراخوان، اینا همشون به آب گزیدن، به قول شیرازی ها به او گزیدن. اگه یک فراخوان بدن و مردم نیان که نمیان، اینا همشون باطلن. حالا از این بهتر، امام جمعه زاهدان دیدید؟ خانم ها بیاین در مساجد، حتی خانم های بی حجاب را داد به مسجد. ببینید چجوری الان دومشو گذاشته لای پاش. نه دیگه، حجاب که جزء نمیدونم چیزا هست. برید ببینید چجوری عوض شد اصلا. برید ببینید چجوری عوض شد. از این مهمتر، جنبش سکوت را انداخت. یعنی من دوستان یه قرصی بهتون نشون میدم، قرص نیست، چی میگن اینجا؟ میگن کاف دراپ، یعنی قطره سرفه. اوکی؟ ولی ما میگفتیم آب نبات یا قرصای مکیدنی، نمیدونم. این نگاه کنید، این مال خود ویکسه. ببینید من بیارم مارکشو جلو این بهتون نشون بدم، امیدوارم ببینید. شاید نمیبینید چون سبز نوشته. دوستان اینو که میذاری تو دهنه، به به، روزتون باطل نمیشه البته چون مریضی. خب نوشته شو بهتون نشون میدم. ویپو کول، بازم پیدا نمیشه. اوکی بگیم در بگرده پیداش کنیم، قبلا داشتم اونای دیگه، ولی این از همش بهتره. گلوتو باز میکنه، بینی و گوش و اینا همه رو باز میکنه. ما 9 تا سوراخ داریم تو صورتمون، ولی به نظر میاد از همش درست استفاده نمیکنیم. طرف گوش داره ولی به نظر میاد گوش نمیکنه، گوش نمیده. در هر صورت اینو اگر گلو درد دارید، اگه یه جایی میخواین صحبت کنید، من اینو چند سال پیش به این نوری علا گفتم، هی گفت صوبی جان تو نمیدونی. گفتم بابا قبل از اینکه بیای برنامه، یکی اونه یکی آقای هوشنگ امیر احمدی میان میکروفون رو روشن میکنه، همچی که میخوام چیکار کنم. گفتم آقا قبل از اینکه برنامه، یکی از اینا رو بندازین تو دهنتون، حالا اگرم زشته فلان به مردم بگید، بگید من گلوم درد میکنه، یه دونه از این آب نبات های مکیدنی میگن دارم. در صورت ما اینجوری هستیم. خب یه دوستی به نام آقای مازیار شکوری، وقتی ما این روزنامه زمان شاه رو گذاشتیم و من دائم حضور دارد، چرا حضور دارد میدانم، حضور دارد چرا حضور دارد، والا من دیگه نمیدونم، از اونها بپرس، والا براتون بیام بگم. ببینید ما این روزنامه رو که گذاشتیم، آقایی به نام مازیار شکوری نوشت جناب سربی جسارتا، تو رو خدا این جناب کلمه جسار، اگه جسارت پس چرا میگی؟ یا همون دوستمون خانم زهرا میرزایی، گفتم دو روز سه روز ما حتی نمیتونستیم، همین سن من میتونم میگم بابا بگید حرفتونو بزنید. ببخشید خانم میرزایی به شما نیستم، دوستان جونتون بالا بیاد حرفتونو بزنید. آقا من میتونم با شما تماس بگیرم؟ بله. من میتونم درباره یه موضوعی با شما صحبت کنم؟ بله. الان تماس گرفتی، الان داری صحبت میکنی، حرفتو بزن، کوتاه مفید مختصر تا برسیم به هدفمون. خب حالا آقا جسارتا میبخشید، اصلا داستان سوریه چیه؟ موضوع در سوریه از چه قرار است؟ میخواستم براش بنویسم که یه نفر لبه یه جوبی آبی داشت سرشو میزد به یه سنگی، یکی بهش گفت آقا سرتو نزن به سنگ، مغزت عیب میبینه. گفت مغز چی چیه؟ ما شیرازی ها نمیگیم چیه، میگیم دوتا میگیم مغز چی چیه. گفت که بزن بزن، همین کاری که میکنی بکن. من برای این دوستم البته نوشتم که شما لطف کنید یه مقداری مطالعه کنید درباره سوریه و اینا، بعد با هم صحبت میکنیم. حالا ایشون نوشته میدانم حضور دارد، چرا حضور دارد؟ خب آقا نوشته قبلیت پس خرابه، غلطه. اگه شما میدانی حضور دارد چرا حضور دارد، اینو باید اول مینوشتید. میدونید یکی از دوستان به من گفت آقای سربی شما نه که دبیر بودی، هر چی رو میبینی اول دنبال غلطاش میگردی. دیدم درست میگه، دیدم درست میگه.
وقتی درست میگه من چی بگم؟ این یه اشکال بزرگه. چجوری رفعش کنم نمیدونم. همینجور بیخیال بگذرم نمیتونم. بعد یه مدت برنامه رو تعطیل کنم، برم دنبال کار و زندگی و دوست و رفیق و خوشگذرونی تا بلکه از سرم بپره. موافقید؟ اونایی که موافقن من برنامه نداشته باشم اینجا بنویسن آقا برو، تو رو خدا پیر شدی، تو به امیر طاهری میگی پیر شدی برو، تو هم دست کمی از اون نداری. البته ماشاءالله همه اینا 100 سال و 90 سال و 89 سال دارن. اینی هم که فوت نمیکنن گویا در این نقل و انتقالات شناسنامه‌شون گم شده، خدا نمیتونه شناسنامه‌شون پیدا کنه. خب اینم از این. هیچ کس برای ما تا الان ننوشت که صدا خوبه، تصویر خوبه یا نه. شاید به این دلیل که روز کاری است ولی ایرانی ها کار نمی کنن. نمونه شاهین نجفی کنگوشا. شاید به این دلیل، شاید به دلیل این که صبح هست، ایرانی ها می دونن من برنامه معمولا 2 بعد از ظهر هست. اینم یه دلیل دیگه شه که اونایی که معمولا می نویسن با ما هستن اینها نیستن که بنویسن. در صورت ما کار خودمون انجام میدیم. خب اینم از این. و ما این آقای جهان منصوری هم چیشو اینجا پاک کنیم. و اما خب پس ما گفتیم اگر یک ماشینی، یک دستگاهی حرکت داشته باشه، حرکتش هم خوب باشه، حتما حتما ترمز لازم داره، حتما حتما ترمز دستی هم لازم داره. و دوستان یه روزی فکر کنید شما پاتون میذارید رو ترمز، ترمز ماشینتون نمیگیره. از خودتون سوال کنید من الان میتونم چه کار کنم. یاد بگیرید دنده سنگین کنید حتی با ماشینای اتوماتیک. یاد بگیرید از ترمز دستی استفاده کنید برای نگه داشتن ماشین. یاد بگیرید یه نگاه پانورامیک داشته باشید، به جایی که برید بیفتید تو دره مثلا برید بزنید به تپه، از تپه برید بالا. اینجا تو جاده‌های آمریکا برای این کامیونایی که ترمزاشون گرم میکنه بعد میشکنه، اینقدر میشکنه میفته تو جاده، یک جای گذاشتن فکر کنم نوشته یا اسکیپ رامپ یا اسکیپ رامپ، یعنی رامپ این مثل جاده خروجیه ولی میری تو شن، میری تو ماسه، اصلا ماشینه میتپه. هیچ وقت برای من اتفاق نیفتاده الحمدلله. اینا رو امتحان کنید. من خودم الان یه وحشتی که دارم این ماشینایی که ترمز دستیش برقیه. آقای کاووسی اگه همون دکتر اتومبیل مونده بودی، من طرز کار ماشینای اتوماتیک رو از کاووسی یاد گرفتم. همیشه میگفتن این چجوری میفهمه دنده عوض کنه. این توضیح داد ماشینای اتوماتیک دوستان. به همین دلیل هم هست که میگن روغن گریبوکسش رو باید عوض کنی، چون چربیشو از دست بده درست دنده عوض نمیکنه. این رو آقای کاووسی خیلی قشنگ توضیح داد. این ماشینای جدید که ترمزش اینجوری یه چیزی رو میکشی میگه قی برقیه، این چجوری عمل میکنه؟ من یادمه اون وقتا مثلا به ما یاد داده بودن اگه یه جای اسنو برف هست شما یه دو دنده ترمز رو بیار بالا تا این نزدیک باشه، حتی گرم باشه اون قسمت ترمز و اینا یخ نزنه. اتوبوس ها این کار میکنن. اتوبوس ها نمیدونم کسی میدونی یا نه، بنزا ترمز دستشون هم میکشید میگو قیش 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 قیش. اینو وقتی راننده ها چیز میکردن دو دنده میآوردنش بالا که لنت نزدیک اون کاسه درام بشه، اون موقع اونا دیسک نداشتن. اینا رو یاد بدین. هر کسی بیاد تو رشته خودش. حالا یکی من میگه خب آتام بیا برق یاد بده. راست میگید. والا ای کاش من این کارو کرده بودم. به این روز نمیافتادیم که حالا بیایم یه چیز بنویسیم، نیم ساعت یه ساعت بخونش کنی. در ساعت باز برگردیم با آقای کردار. آقای کردار گفت اون ویدیو رو لطفاً بردارید چون اصلا راضی نیست. آقای کردار نگاه کن عزیز من، شما باید بنویسی. شما نگو من 22 سال پیش این چیزها رو گفتم تو مغزم هست. من و شما الان به جایی رسیدیم چیزی که صبح خوردیم الان یادمون نیست. شما باید بنویسید. ببینید مثلا من اینجا الان دیدیم ترمز، ترمز دستی، دست انداز، برانداز نوشتم. حالا با این دوستمون افشین که صحبت میکردم که آقا من تا تو هند بودم اینقدر به تو گفتم، راستم میگه دعوت کرد بیا هند، نرفتم. گفت میخواستم برم هند و چین و ژاپن، جزء باکت لیست من هم به اصطلاح اینایی که مینویسی میندازی تو سطل قبل از اینکه زندگی تموم بشه. یعنی ژاپن،
چین و هند رو دوست دارم ببینم. امروز افشین میگه که من نمیدونم چرا ایرانی ها فقط دوست دارن برن غرب. گفتم راست میگی. البته این ماجرای غرب و شرق میدونید که الان مشکل پیدا کردن. به ژاپنیا و چینیزا و اینا مال آسیا و خاور دور و اینا میگفتن اورینتال. آمدن گفتن آقا شما کی هستی که بگی اینجا وسته، اینجا غربه، پس شما میشید شرق، شما میشید شرق. ما اگه بیایم اینجا ما بگیم اینجا غربه، اون وقت شما چی میشین؟ این هم یه چیزی که با خیام و دیگران رو زنده کنیم، ازشون سوال کنیم. ببینید ایرانی ها فقط غرب رو دوست دارن. کمک کمک کمک، لینکدین خانم زهرا میرزایی. اینجوری که شما بنویسید اولا تکرار مکررات نمیشه، دو من اگه یه چیزی یادت رفته باشه تا یه نگاه میکنی یادت میاد در اون مورد صحبت میکنید. سعی کنید برای خودتون سرتیتر بنویسید. نمیگم کتابی بنویسید مثل مشق عید بعد بیان از اون سرتون رو بندازید زیر بخونید. مثلا من یکی یکی براتون میگم. این بالا نوشتم منشور و همبستگی در آغاز افسردگی و خانه نشین شدن است. برای آقای صدارت، علی صدارت نوشتم که پنچر شده همه چرخاش و زدن کنار جاده منتظر که یکی بیاد پنچرگیری کنه. شمخانی توی این سفرهایی که داره انجام میشه گفت پایان سلطه دلار در جهان شتاب گرفته است. این نکنه دلار تو ایران میره بالا، این فکر کنه پایان دلاره. یادتونه دوره احمدی نژاد، احمدی نژاد یه همچین حرفی زد، یه همچین شکری خورد، حالا ببینیم چی میشه. ولی این بار این کاری که اینا دارن انجام میدن، رفت آمد با عربستان، دیروز عربستان 13 نفر از بعضی ها میگن هودی، بعضی ها میگن حوسی، اینم مثل بطرومه، بعضی ها میگن بسروم، بعضی ها میگن بطروم، anyway 13 نفر از حوسی هایی که تو زندان عربستان بودن آزاد شدن. اینا قول دادن ما سول آتش بس میکنیم تا بشینیم صحبت کنیم. ببینید یعنی توافق ایران و عربستان جنگ نیابتی یا پراکسی وار عربستان و ایران رو در یمن داره خاتمه میده. حالا ببینیم جنگ سوریه که آمریکا و ایران و اسرائیل اونجا دارن نیابتی میجنگن چی؟ اسرائیل که خودش الان تا اینجا تو لجنزاره، ببینیم چی میشه. این ماجرای آمریکا و اسرائیل رابطهشون داره خراب میشه، ببینیم چی میشه. خیلی چیزای دیدنی هست، فقط باید یکم صبر کنیم و بذاریم دیگران نظرشون رو بگن. هی نگیم در این لحظات حساس، در این برهه زمانی. کدام برهه زمانی؟ 25 سال من دارم حرف میزنم، 25 سال پیشم، شما خفش نشدید، هی گفتید برهه زمانی. ای کاش خفه شده بودید میذاشتید ما حرفون بزنیم. این ویدیو شعر رو براتون پیدا کنم که مردک نادان دیوانه میاد به خبرنگار میگه که موقعی که ما استوانه نمیدونه حقوق بشر کوروش رو داشتیم، شماها از درخت بالا میرفتیم. دوستان سر کارتون، شما شاه هم نیستین، به بغل دستیتون که یه آفریقاییه، به بغل دستیتون که یه لهستانیه، به بغل دستیتون که یه آلمانیه، یه همچین مزخرفی رو بگید چه عواقبی داره براتون که یه نفر که 30 چند سال شاه بوده میت مرگ یه همچین غلطی میکنه. ای کاش نه فرانسه میدونست نه انگلیسی میدونست، خفه خون میگرفت، هنوز ممکن بود زنده باشه و الی آخر. عبدالله فداکار دوچه وله ویالونساز در برلین، در مورد صحبت کردم، ویدیوش تماشا کنین به من بگید. رد صلاحیت شاهین نجفی برای سوار شدن به اتوبوس 16 و شرکا. آقای شاهین نجفی، این دوستان شاه اللهی دوست ندارن اتوبوسشون ترمز داشته باشه، از دست اندازم خوششون نمیاد. آقا اینجا مدرسه هست، تابلو گذاشته 25 مایل، اون ورتر نوشته 200 دلار بیشتر چارج رو میکنیم، باز اومده دست انداز درست کرده که اگه یه سری احمق حواسشون نبود ندیدن نخواستن تند برن ماشینشون خراب بشه. دست انداز بد نیست، ترمز بد نیست. شما یاد بگیرین
برنامه بدید به مردم، بگید چه غلطی میخوایم بکنیم، فراخوان بدید. مردم رفتن خونه، همین سعید سکویی گفت مردم رو فرستادید خونه، حالا از پشت پنجره نگاه میکنه. آقای سکویی، مردم بیرون نبودن که برن خونه. شما هنوز یادتون نیست جمعیت ایران چقدره؟ همه شماها فکر میکنید ایران تهرانه، تهران شمیرانه. دوستون میگه آقا همه مردم رضا پهلوی رو میخوان. میگم آقا تو درست میگی. اینو 20 سال پیش بپرسید از بهکام. خانمی رفته بود ایران، اومده بود میگفت 99.9% این 0.9% بعضیا فکر کنن غلط گفتی. 0.9% بعضی وقتا هم 0.09%، نه 900 و اینا. رئیسی یه دفعه درست گفته بود، اونایی که خودشون ریاضیشون خوب نیست مسخرهش میکردن. چی کار کنیم؟ با آقای بهکام زنگ زدم گفتم آقا این خانمی که 4 هفته رفته اونجا احتمالاً دندوناشو درست کرده، موهاشو آرایش کرده، لبشو کرده مثل ماهی، نمیدونم قنبلشو کم و زیاد کرده، ما میگیم هر روز از صبح رفته روزانه با چند نفر میشه صحبت کنی دوستان؟ 4 هفته میشه 28 روز، روزی 100 نفر صحبت. ایشون با 2800 نفر صحبت کرده. گفتم بنویس 2800 تقسیم بر 65 میلیون. اون موقع جمعیت ایران 65 میلیون بود. این بهکام شاگرد داداش من بوده، شاگرد دکتر سوربی بوده توی واشنگتن. گفتم تو که ریاضی اینا خوندی، که تو الکترونیک خوندی، بنویس میشه چند درصد؟ تازه اینا کیا هستن؟ اینا مهمونات فامیلیتن، دوستاتن، دوستایی که زندگیشون در سطح خودته، افرادی که در زمان شاه راضی بودید. کجا شما بلند شدید برید توی دهکده؟ کجا شما بلند شدید برید توی روستا؟ کجا رفتید ببینید تحقیق کنید بعد از این انقلاب سفید ننگین شاه کدوم احمقی در زمان خودش انقلاب درست میکنه برای خودش؟ چه به سر کشاورزا اومد؟ چه به سر تولیدات ایران اومد؟ هیچی. فقط میان تلفن زنگ میزنید چون مثلا 30 دلار فرستادی برای بهکام، اونم سلام خانم حسینی، سلام خانم حسنی، بعد میشینی زهر میزنی. 99.9% لطف کرده، 0.1% جمعیت گذاشته برای دیگران. امروز از خودتون سوال کنید، این آقای جهان منصوری که بابا طرف دونده است، پاش فلج شده رفته خارج، اگه تو ایران بود تا حالا مرده بود، اگه تو ایران بود فامیلاش هم دیگه باش تماس نمیگرفتن. به این میپره میگه تو خائنی چون رفتی با پرچم آلمان دویدی. با پرچم ایران میدویی؟ پرچم ایران مسابقات فلج و فلان داره؟ خب بیاد بدوه موفق باشن، شما برو تو اون بدو، چیکار این داری؟ خب عبدالله فداکار ویالونساز، رد صلاحیت شاهین نجفی برای سوار شدن. آها، مرگ خودخواسته که تا چند وقت پیش بهش میگفتیم خودکشی، مرگ خودخواسته کیومرس احمد پور فکر کنم فامیلیش ها. نظر شما چیه؟ یه آدم 74-75 ساله‌ای که خیلی هم ناراضی بوده از حکومت، همیشه انتقاد میکرده، حالا رسیده به یه جایی که 8 صفحه هم مینویسه میره خودکشی میکنه. عکسش هم هست اون مقاله، هم امیدوارم اینا پخش کنن یا خودش نوشته باشه. نظرتون چیه؟ اولش که همه شدیم متخصص خودکشی. آقا نگاه کنید این پاش اینجوری وایساده، یعنی مامورا کشتنش. آقا مامورا کشتنش. آقا اگه اینقدر خفقانه، اگه اینقدر خفقانه که یه هنرپیشه معروف، یه کارگردان معروف رو اینجوری میکشن بی سر و صدا، خب چه باید کرد؟ برنامه آقا رضا چیه؟ برنامه حامد اسماعیلیون افسرده چیه؟ برنامه خانم نازنین ناری که بلکن نازنین بندن به صد کلاشقا، خانم مسیح علی نژاد چیه؟ مسیح علی نژاد برید 2 تا ویدیو هست از شهرام همایون، میگه این تو 6 سال 770,000 دلار از دولت آمریکا پول گرفته. شهرام همایون میگه ها. بعد میگه الانم براش درست میکنن، هر مصاحبه هر سخنرانی که میری میکنه 20,000 تا 30,000 تا. دقت کنید مسیح علی نژاد یه جایی حرفاشو میزنه، همچون که میکروفون میذاره اونجا، تلفنشو میگیره دستش، تق تق تق، قول میدم داره به اون کسی که مسئول سایتشه یا شوهرش، میگه صحبتای من تموم شد گروه پدر اینا، اینو ببرو بذار روی
اینستاگرام. خب هر کی زودتر بذاره، و بدبخت این حامد اسماعیلیون، کسی که اصلا تو خط سیاست نبوده، هنوزم میگه من نیستم، هنوزم میگن آقا شما اون کاره رو ول کردی اومدی توی سیاسی هستی، میگه نه به جان شما من نیستم. آقا نیست، نبوده، میرفته کتاب چاپ میکرده، میرفته ایرانو میمده، زن و بچه‌ش هر سال میرفتن پلو پدر مادرشون. من نمیگم این کار مکروه یه گناهی نباید برن بیا، ولی تویی که میری الان نمیتونی بیای بگی آخونده بدن، میدونی؟ هم از توبره بخوری هم از آخون، میدونی؟ بعد که تموم شد کاغذ تو پاره میکنی میندازی دور. آقای کردار بیا این تموم. حالا اینجا ببینم چی داریم. آها، آقای رضا پهلوی فیلسوف هم شد، میدونی که یه جا گفته که یک رهبر نباید گوش بده طرفداراش چی میگن، باید اون به طرفداراش بگه من چی میخوام. باد افتاده توی تنبونش. نازنین بنیادی گفته سبزه گره بزنید، من و تو تلویزیون، من و تو کراوات میزنن، به به، به این میگن جنبش 1402 برابری زن و مرد. یه ویدیویی هست، یک خانمی، نه یک آقا، پر کرده به خانما میگه تویی که برای یه سکه چونه میزنی، آینده تو در گرو دو سه تا سکه میذاری، تا از برابری حرف نزن. اگه خانما هی آمدن گفتن آقا من میخوام با این ازدواج کنم، فردا اگه بعد بود طلاق میگیرم، اون وقت البته خانم یادت باشه اون قانون ایران خیلی تخمیه، این اگر همین مهریه هم نگیره مردا پدر زنا رو در میاره، کجاشو دست بزنیم همه جاش خرابه. تشکر از دوستانی که از طریق پیپال و زل حمایت کردن. یه دوستی که از قدیم حامی تلویزیون ما بوده، برنامه ما بوده، برای تلویزیون ما تلویزیون خرید، برای تلویزیون ما دوربین خرید، قبلا چندین سال پیش مدتی بود که این کارو انجام نداده بود، درگیر کارهای خودش بود، بازنشسته داشت میشد اینا، حالا که یه کمی چیز شده اون روز زنگ زد، هم دعوت کرده من برم باهاش نهار بخورم، قبلا میرفتیم با هم نهار میخوردیم، هم گفت که چجوری من پول بفرستم، گفتم اینجوری با پیپل ولی 4-5 دلار پول میگیرن قرکم میکنن. گفت چجور دیگه ای که از شما هزینه نگیرن چیه؟ گفتم زل، Z-E-L-L-E. یا این بیچاره ای که این کش اپو درست کرد با چاقو زدن کشتنش، اینم آمریکا. خب ممنون ممنون. مخالفان جمهوری خواه حکومت ایران ائتلافی به نام همگامی تشکیل دادن. این زیرم راجب آقای کردار نوشته بودم که دوباره اینو پروموت کنم، ولی خب ورداشتیم اون ویدیو، البته ویدیو هست، فقط با داشتن لینک شما میتونی تماشا کنی. پروازهای رهایی، پیشنهاد آقای مسعود کردار از آمریکا و کانادا و اروپا. شماره تلفنی هم که ایشون داد 778. ببینی اینو بزرگ نوشتم، یعنی هایلایتش کنید، ما هی نشون میدیم شما هیچی نمیبینید. ببینید 778-246-39-39. بعد اینجا هم نوشتم نگاه به دوربین، زدن روی میز با انگشتر. شما حتما دیدین طرف آمدن میکروفون وصل کردن اینجاش، بعد اینجاش مثلا گردن بند طلای اینجوری همی خو خو خو، یا انگشتر دستشه مثل این آقای نوریزاده و فلان اینا هی میزنن رو میز. خیلی مواظب باشین در صورت اینم از این. خب چی شد؟ این تازه نوشته ها تموم شد، بریم سراغ عکس ها، با هم عکس ها رو ببینیم. خب لایو اینجاست. یه سری هم فیلم و عکس و اینا دوست ما برامون فرستاد، بگو نگی اسم من بوده، نگید فلان. گفتم بابا من نمیفهمم چی بگم، بگم یا نگم، بالاخره گیج شده. خب این کامرای 3. ببینید دوستان، شما هم حتما دیدی یکی 90 سالشه و اون مینسه مرگ باور نکردنی دوست عزیزم فلان، میگن خب آقا 90 سالش میخواستی چند سال عمر کنه. حالا این علیرضا فراهانی، بذارید من این صفحه رو بزرگ کنم، من ایشون رو نمیشناسم حقیقتش، بعضی ها رو تا نمیرن ما نمیشناسیم متاسفانه. خب حالا اینم اینجا میزنیم بزرگ بزرگ. علیرضا فراهانی شاعر و منتقد ادبی در 41 سالگی درگذشت. دوستان وقتی جوون رعنای 41 سال فوت میکنه، شما اگه خالت 100 سالش بوده 3 سال پیشم مرده، تو رو خدا دیگه هی اعصاب ما رو خورد نکن برای ما بنویس خاله جان رفتی و رفتی، حالا دیگه ما آش رشته کجا بخوریم. اینم یه نقاشی قشنگه
در یک کاریکاتور قشنگی بذارید من اینجا رو میذارم، این صفحه رو اصلا اینجوری میکنم که تو همین باشه. خب بله، میگه که یه گاری کشیده نوشته مبلغان دین آخوند افسار دستشه، این دینداران هستن. کاش دو سه تا گذاشته بود اقلا مثل اسب. رهبران دین هم نشستن اینجا. آه این آخوند نیست، مبلغان دین مثل بسیج و نهی از منکر و فلان اینا هستن. خب تاجران دین بر جهل ما سوارن، اندیشه کنید آگاه شوید خود را آگاه کنید. خب دوستان مثل که آقای زمانیان با ما اینجا هستن، فرهاد علیرضا نوشته سلام فرهاد زمانیان هستم، خدا کنه برنامه زنده باشه. بله زنده است، زمانیان هستم. خانم غزاله در برنامه شش، در برنامه همایون شش قسمت برنامه داره. خیلی ممنون. این آقای زمانیان به من میگه سوربی جان من فقط برنامه تو رو نگاه میکنم. گفتم نه آقا کار اشتباهیه، باید برنامه های همه رو نگاه کنید تا بتونید قضاوت درستی داشته باشید. حالا این کار میکنه، ممنونم آقای زمانیان. بله برنامه زنده است، ولی اگه میبینید ریش نزده، نمیدونم کراوات نزده، بلا من گفتم حالا که دیگه من و تو کراوات میزنه بذار ما کراوات نزنیم. چه دلیل افتضاحی آوردن برای کراوات زدنشون؟ ما کراوات نمیزدیم، میخواستیم با مردان داخل ایران صمیمیتمون رو نشون بدیم و همگام باشیم. حالا اومدیم کراوات زدیم که جنبش پیروز بشه. برو آقا، برو ننت و شوهر بده. خب اینم از این. بیایم اینجا ببینیم عکس بعدی چیه. عکس بعدی اینه. بله حتما شما هم روزای یه شنبه و اینا لابد جایی که هستین توی هر کشوری باشین دیدید از این آخوندهای کتشلواری. من پیامبر خدا هستم. اون احمقایی که اون پایین نشستن میگن خب پیام خدا چیه؟ میگه این که به پیامبرش پول بدید. اینم از این. سیزده در یکی از دوستان اینو گذاشته، فکر کنم آقای کیومرس بود و اونم فامیلی زمانیه، نوشته بود سیزده بدر زمان قدیم. خب این بچه یا هر کی رفته اون بالا داره چی میکنه میذاره، یا داره کش میره از این قابلمه، این نمیدونم این داره اینجا کباب میکنه. بعد این دو نفر، یکی چوب دستشه یکی شمشیرهای کوتاه. گویا ایرانی‌ها تو شمشیرهای کوتاه داشتن خیلی خوب بودن، مبارزه از نزدیک و اینا. در اصل من نمیدونم سیزده بدر چرا این دوتا، البته یادمه چوب بازی میکردن، یکی از بازی‌های رایج سیزده بدر چوب بازی بود و اونم میزدن همدیگر داغون میکردن. حالا این خانمم چپق چاق کرده، کبابم اینجا سیخ هست و چلو برنج و دوغ و فلان اینا، و این دوتا هم دارن تار و تنبک میزنن دیگه. حالا شما خودتون وست کنید تا کمونچو و تنبک با این دوتا شمشیر و چوب با این خانم چی؟ چپق. و اما زن بی سواد کشور بی سواد بار می آورد، کشور بی سواد همیشه غلام و زیر دست می باشد. اینجا رو تابلو تو مدرسه نوشته زگهواره تا گور دانش بجوی. این کاریکاتور مال افغانستان دوستان. این اینجا نوشتن اسکول، خب می نوشتی مدرسه، شما که میگید مدرسه. و اما اینو نوشتن اصلاحات بن سلمان به اعمال حج هم رسید، نمیدونم درست باشه یا نه، فکر نمی کنم اینجوری باشه. اینم نوشته رئیسی بی ارزه برگرد برو به حوزه. بعد سه تا قوه رو گذاشته اینجا، رهبر عالی قدر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و اینم که آبدارچی رهبر. و اما این ماه رمضان، این عکس من نمیدونم حقیقتش فتوشاپ یا نیست، ولی ما میدونیم هستن افرادی که به این لاغری هن کارگرن و افرادی که به این چاقی هن مفتخورن. این جالبه، امامزاده جینجو از نوادگان حضرت قینگ، نوه نتیجه موسا کاظم از زن مغولیش، امامزاده جینجو. اینا هم من نمیدونم واقعا درسته یا مسخره درست میکنن. آقای زمانیان فراد عزیز که تو کار فتوشاپ و ساین و تابلو نویسی اینا هست، شاید ایشون بتونه یه تحقیقی کنه به ما به کدومش درسته کدومش درست نیست، یا یه آموزشی به ما بده از کجا میتونیم بفهمیم چی درسته چی نیست. بعضی وقتا از رنگی که نوشتن از کجی و ایناش میفهمید، ولی اینا رو خوب درست کردن اگر قلابی باشه، اگر هم اصلی باشه که وای به روز ما. روش زجر دادن خانم ها،
زن عراقی بهش خرجی نده، زن لبنانی عبا سرش کن، زن سوری محروم کردن از تفریح، زن اردنی ازدواج مجدد، زن سودانی شونه کردن موهاش، زن عمانی یا عمانی منع کردن از خرید طلا، زن مصری همخونه بودن با مادر شوهر، زن بحرینی گرفتن سویچ ماشین، زن قطری نگرفتن پیش خدمت براش، زن کویتی منع کردن از آرایش، اما زنده باشه زن ایرانی، هیچ کس حریفش نمیشه بجز خدا. خب اینم گفته که امامزاده سید بیژن. من اینو بارها در چند سال گذشته دیدم، به احتمال زیاد درسته، یا اینکه اون حرفی رو که فکر کنم هیتلر گفته بوده یا حالا هر کی گفته، دروغ رو اگه تکرار کنید و بزرگ کنید باورش میکنن، تبدیل به حرف راست میشه. امامزاده قلابی سازان انقدر سواد ندارد تا بدانند بیژن یک نام پارسی است و ربطی هم به عرب ها ندارد. این یکی سید محمد بیژن یا بیژن نوشته، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور فکر کنم شمال باشه، نه چون اونجا داشتیم پارک نور، چرا وقتی اینو میزنم رد نمیشه. خب اینم از این سید محمد، اینم یکی دیگرش سید محمد هالیوود. حالا ببینید دوستان، تابلوه همون تابلوه، نگاه کن، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نور، اگه اشتباه نکنم اکسم همون منطقه هم. و این اشته امامزاده سید محمد هالیوود، اینو که آدم میبینه بله، نگاه کنید، من دوتاشو براتون باز میکنم اگه بتونم میذارم کنار هم. ببینید اون احمقی که اینو درست کرده حتی به خودش زحمت نداده که چیز کنه، همون کوه، همون تپه، همون شهرستان نور، یکیش نوشته سید محمد هالیوود، یکیش نوشته بود نمیدونم امام فلان، هرچی که بود شما دیدین، اینا را خیلی نمیشه چیز کنیم. این یکی هم نوشته امامزاده شیخ سرکه، فرزند امام انگور و از نوادگان حضرت کشمش. اینا دیگه فکر کنم از بیکاریه و خیلی متاسفم که سوشال مدیا به اینجا رسیده کارش. این یکی هم نوشته به امامزاده سیاه دور خوش آمدید، شورای اسلامی امامزاده سیاه دور، نمیدونم حقیقت یا فلان، ولی اینه دوستان، مسلمونا گریه کنید، کاش به جای موی برهنه کمی به فکر پای برهنه بودیم. صادق هدایت یه چیز گفته بود که همه سال جلو گرسنه‌ها چی میخورن هیچ اشکال نداره، ما یه بار جلو روزدارا چی بخوریم میخوان چیز کنن. این بود عکس آشایی، ما چون دم دستمون بود گذاشتیم. یه موقعی فکر میکنم چرا کسی حالمو نمیپرسه، بعد یادم میاد حتما کارشون گیر نیست. من گفتم خب باید خوشحال باشی. اینم عکسی که برنامه باش شروع کردم، روزنامه آیندگان، زمان شاه، دوستان شاه هم به ظفار هم به عمان سلطنت اونجا کمک کرد، سرباز فرستاد، هم به سوریه و هم با اسرائیل سرشاخ شد و گفت اسرائیل در پایان بازنده است و اینجا هم نوشته که اون وقتا دبیرستان ها شهریه داشتن. اینم جالبه، الان جوک میکنن میگن طرف رفت دم مغازه یا سوپرمارکت بقالی، گفت آقا یک سطل یا یک کاسه ماس بده، طرف گفت که میپاشی یا میبری. دیدید شما اینجا میری ساندویچ فروشی میگه که اینجا میخوری یا میبری، حالا اینم نوشته اینجوری. و این آقا هم ماستا رو انداخته اینجا، اسید هم گذاشته، چماق هم چوب هم گذاشته. وای به مملکت ما اگر آخوندا به موقع نتونن از به اصطلاح خر شیطون پایین بیان و بفهمن اشتباه کردن. آقا چند تا اون یکی جزائری، اتفاقا ما یه آخوندی هم شوهر دختر خاله پدر من بود، آقای جزائری مسجد حضرت عباس در سرای احمدی هم چیز میکرد، من با پسراش، با مهدی و اون یکی دیگه محمد، من با محمد همسن بودم و دوست بودم، چند مدت هم دنبالش گشتم پیداش نکردم. حالا نمیدونم، اون آقای جزائری هم یه آدم خوش، یه بذله‌گویی بود،
در هر صورت اینم دوستان ماجرای فائزه هاشمی، مسیح علی نجات، این فائزه هاشمی از هر جزامی خطرناکتره. این پدر سوخته ها هستن که پدرشون با آمریکا بود، پدرشون در تمام نکردن جنگ 50% سهم داشت، پدرشون در خوردن و بالا کشیدن بیت المال سهم داشت و حالا تازه از مردم طلبکارم شدن. خب چی شد دوستان؟ این برنامه نگاه میکنی ببینی، نگاه کنید اینجا رسید عکس مهسا میگم خدا بیاموز اون مهسا، عکس این مسیح زشت صورت و بعدش نوشتم کریم شیره‌ای. نگاه کنید این کریم شیره‌ای یک کتابه، اگر کسی میخواد من این کتابو میتونم براش بفرستم به شرطی که یک کمکی حمایتی به تلویزیون مردم، اگه نه خودتون برین روی اینترنت میتونید پیدا کنید. این حجمشم خیلی کمه ولی اینجا نوشته 419 صفحه. میدونید که کریم شیره‌ای دلقک مشهور در دربار ناصرالدین شاه بوده با مقدمه دکتر محمد جعفر محجوب استاد دانشگاه و تألیف نمیدونم نوشته مهین نوربخش یا هرکی اسمش رفته اون پایین و خیلی هم ساده است عکس و مکس اینا، یعنی معلومه که این از این چاپای ارزونه فکر کنم نورد کوریا. خب چی شد دوستان؟ اینجوری برنامه اجرا میکنی، حالا که تموم شد برمیگردی میگی من کاغذهای رومیزم رو تموم کردم، آقای کردم فولدر یا پوشه عکس هامو نشون دادم، حالا میرم سراغ یه پوشه ای گذاشتم برای نامه هایی که اومده، لینک هایی که اونجا گذاشتم اون تو ایمیل تو همین به اصطلاح گوگل هست، توی جیمیل هست. بله میام اینجا، اینجا هم اسمشو گذاشتم برنامه زنده لایو، میام اینجا میگم بفرما. بله اینایی که این دالای لاما از کی هست؟ رهبر بودایی ها، من یه دو بارم اینجا تو واشنگتن دیدمش، اینا که یه پارچه قرمز رنگی میپیچن دورشون و همه میگن اینا دیگه از دنیا دست کشیدن و فلان. اینا گوش کنید دوستان، رهبر بودایان تبت، آمریکایی میگن تبت، پس از منتشر شدن ویدیویی که از یک پسر بچه خواسته بود زبانش را بمکد، از این کودک و خانوادهش عذرخواهی کرد. حالا هم از پسر خواسته، پسر بچه خواسته زبان این مردی که پیرو بمکه یا این زبان اونو بمکه. در ویدیو دیده می شود که رهبر بودایان پس از بوسیدن لبهای این پسر بچه از اون می خواهد که زبانش را بمکه. دفتر او با انتشار اعلامیه‌ای گفته دالای لاما به خاطر صدمه‌ای که ممکن است سخنان او ایجاد کرده باشد از این کودک و خانوادهش پوزش می طلبه. دفتر او گفته که رهبران بودایان تبتی اغلب با افرادی که ملاقات می کند به شیوهی معصومانه، یعنی قبول دارن این معصومانه نبوده و می دونید که تو دوین تبت یه بچه ای رو از خانوادهش جدا می کنن. یه فیلمی بود 7 سال در تبت، مال این هنبشه که خیلی خوشگله براد پیت میگن، برید حتما ببینید. اینو جدا میکنن میبرن اونجا آموزش میدن و فلانی بیسار اینها از این مسخره بازی ها، اونام به یه نوعی خودشون سر کار گذاشتن. و آقای سوربی فیلم شاهین نجفی را دیدید که میگه وقتی شازده اومد استیج رو میلرزان؟ آره آره، خیلی هم مسخرهش کردن. ببینید آقای زمانی درست میگه، ببینید کسی که مالی خولیا پیدا میکنه، کسی که مواد میزنه، کسی که یه جوری بت میسازه، آقای دستقیب میگفت که توی بهشت به اونایی که خوبن یه خونه میدن 70 متر، 70 تا اتاق داره، تو هر اتاقش 70 تا زنن، این زنا 70 مترن. یه نفر اومده و حساب کرده و گفت تو جاکش نمیفهمه داره چی کار میکنه با ریاضیات. اینجوری میشن. آقای شاهین نجفی اومد اینجا، هیچ کس تبلیغش رو پخش نمیکرد، من تبلیغش رو پخش کردم. آقای بزرگوار تنها کسی بود که بزرگمهر تنها کسی بود که برنامهش رو پروموت کرد. وقتی ما رفتیم توی کنسرتش دم در این جایی که میدونن میخوان بمب بذارن ماها رو تفتیش کردن و تماشاچی ها رو تفتیش کردن.
خانته رو رفتیم دو ساعتم یه ساعت خورده سردرد گرفتیم اومدیم. اینا یه چیزیشون کمه. همین دوستی که امروز زنگ زدم گفت این پاسدارا خودشون تحریم اینترنت میذارن، خودشون فیلتر درست میکنن میفروشن. گفتم آدمای بدی نیستن، فقط احتیاج به تیون اپ دارن. شما یه ماشین اگه تیون اپ نباشه چی میگفتیم؟ تنظیم. تنظیم نباشه تو ایران بنزین زیادتر میسوزونه، به شما کمتر راندمان میده، اعصابت هم خرد میکنه. اینا اونن. ماشین ماشین خوبی ها، شما بلد نبودی تنظیمش کنی، فاصله اسپارت پلاگش زیاد بوده، پلاتینو نمیدونم دلکو. حالا ماشین جدید که دیگه اینا حالی نداره، من ماشین دارم 90,000 مایل روشه، هنوز شمع اینا عوض نکردم. 90,000 مایل یعنی 100,000 کیلومتر. 15 سالم استاپ اند گو بوده، وایس برو وایس برو فلان. این واقعا شنیده و خب درسته، اونجا هر ننه قمری برای این دست میزنه. خب حالا استیجه که لرزید، الاغ از خودت نپرسیدی اینا چه استیج بدی درست کردن که لرزید؟ تویی که هنرمندی. این اندی میمد اینجا، اندی آدم بسیار خوبیه، استیج که براش درست میکردن، بعد به مردم میگفت بیان اینجا. مردم که میمدن نزدیک، من یه دفعه رفتم گفتم اندی اگه اینجوری باشه من دیگه نمیام بالا فیلم برداری کنم، چون این کلاپس میکنه هممون میریم پایین. این از شما پرسیده چند نفری؟ شما گفتی من یه نفرم، 6 نفرم چیز دارم، 2 تام فیلم بردار دارم. اون استیج رو ساخته برای 10 نفر. الاغ این استیجی که ساختن بد بوده، نه این تازه خوب بوده. برو به رضا پهلوی بگو جاکش چرا وایسادی اینجا، چرا بلند نمیشی گورت گم کنی بری ایران. این حرفی که من به بهکام زدم، گفتم آقا خانم حسینی رو خط الان، گفت بله. گفتم بهش بگو خانم الان این شماره رضا پهلوی رو موقع داشتن، گفتم این شماره این دایوس بهش زنگ بزنید بگید چرا نمیایید ایران، همه منتظرتونن، تا ببینیم تو فرودگاه خشتکشو میکشن رو سرش یا نه، تا ببینیم این جرأت داره بره یه نزدیک ایران، بره ترکیه، بره یه کشور دیگه. این مردک روزی که صدام و اویسی و اینا بهش گفتن آقا تو تو کیش چیز داری، کاخ داری، بیا برو کیش. اونا میخواستن همون اوائل که بختیار هم رفته بود چیز به هیچ که نگفته بود، رفته بود عراق، پولای کلانی به اونو و وزرای 37 روزش دادن و اینها. بعد برید اینها رو تحقیق کنید، برید بخونید. حالا یه آدم این شنگول و منگول که میگن اینه دیگه، درسته ممکنه چیز قشنگی باشه شنگول و منگول و دسته گل، ولی این مشنگ اصلا. شما نگاه کنید از لحاظ روحی روانی مشکل داره. اون آقای تتلو رو شما نگاه کنید از لحاظ روحی روانی مشکل داره. من از لحاظ روحی روانی مشکل دارم که میام تو تلویزیون. حالا ما هر کدوم به یه اندازه، یه کمیش قابل تحمله، یه برنامه میذاری میری، یکیش میاد صورت تو، کون تو، سینه تو، دست تو رنگ میکنی، تب چی میزنی. همین شاهین رو نگاه کنید رو دست پلش میبینی چی کار کرده. اینا من روانشناس نیستم، دکتر چی نیستم، ولی اینا روان پریشن. خب حالا اومد توی محل دربسته، این اومد استیج لرزید، خب چی کار کنی؟ برو تو که امروز تخمشو دستمال میکردی، حالا از فردا تخمشم بلیس. خجالت آوره، احمق. فرهاد فشارخون منو بردی بالا. آقای سوربی، این آقای منظرپور، چرا که شبان روز در کلا منظرپور نمیشناسم، این کار رو زندگی نداره. آها عزیز من، این حرف رو نزن. ببین شما هم شبان روز هستی که میبینی اونم شبان روز هست. سالها پیش خانم زنگ میزد بهش میگفتن فاتی کماندو نمیدونم چی از این حرفا. بعد یکی بعدش زنگ میزن میگه آقای سوربی این خانمه بود که الان به شما زنگ زد، این کار زندگی نداره. گفتم من چه میدونم، برای چی میپرسید؟ میگه آقا هر تلویزیون ما میریم این هست. گفتم وایسا، هر تلویزیون اون میره شما هم هستی، درسته؟ شما کار زندگی نداری؟ نکنید این کارو، نکنید این کارو. یا بعضی ها میگن آقا این هر روز عرق میخوره. میگم چجوری شما فهمیدی؟ میگه من هر وقت رفتم اینجا اونجا. میگم شما هر روز میری عرق خوری؟ میگه نه من هفته یه بار میرم. میگم شاید اونم هفته یه بار میاد، تصادفا دوتاتون یه جا میبینید. درست من منظرپور رو نمیشتم. سلام و درود جناب سوربی و جناب سوربی و همه حاضران، سلام به شما، درود به شما آقای شاهین فاتحی.
آقای شاهین فاتحی، چقدر خوشحالم که شما جزء این جنبش نیستی. آقا چهارچرخ پنچر شده، زدن کنار، لاستیک زاپاس هم ندارن. فکر میکنی چی میشه؟ گروه همبستگی این ور هم anyway، برگردیم به آقای دالیلاما. لطفا این برنامه رو بعدا از اول نگاه کنید، نظراتتون رو بفرستید. لطف کنید دوستان همین الان اگر رو فیسبوک میبینید لایک کنید، کامنت هم یه yes no مرسی بنویسید، هر چی دلتون بخواد بنویسید. اگر بعدا از روی یوتیوب تماشا میکنید حتما یوتیوب رو کلیک کنید، سابسکرایب بشید، نمیدونم زنگوله رو بزنید، دیگه اینا رو همه بلدن. و اگر هم میتونید یه دکمه اون زیر هست نوشته جوین، من نمیدونم چرا ما همه نوشته تانکیو مرسی، ما نوشته جوین، اونجا جوین رو بزنید. میتونید مای 4 دلار، مای 5 دلار، مای 10 دلار، مای 20 دلار، 1000 دلار ما رو بذارید تو وصیتتون. آقا صحبت از وصیت، ما یه دوستی داریم، ایشون پدرش وکیل بوده. ببینید بعض وقتا میگی وصیت بکن که بچه‌ها به جون هم نیفتن، بعض وقتا هم دوستان یه کارایی میکنن بچه‌ها رو بعد از مرگشون هم بجون. این آقا با وجودی که وکیل بوده وصیت کرده که مثلا فلان چی برسه به خواهرتون با توافق شما. آخه این چه وصیتیه از یه آدم وکیل؟ الان دعوا شده تو خونه. بعد ما دوست داشتیم، دوستان، این دوستان بی غیرتی که آمریکا زندگی میکنن، کانادا زندگی میکنن، ولی موقع ارث که میرسه اینجا میرن تو راهپیمایی زن، زندگی، آزادی، ولی وقتی باباشون میمیره میگه من پسرم دوتا میبرم تو دختری یک. یه دوستی دارم دوتا پسر بودن یه دختر، این وقتی که بهشون ارث میرسه اون پسره که تو کانادا بود، پدر پسره که میگم مرده 80 سالش بوده، اون که تو کانادا بوده به خواهرش که تو کانادا بوده میگه خب دوتا من میبرم، دوتا برادرم میبره، یکی تو میبری. خواهرم فوش و فضیحت که چرا تو ما اینجوری و اینا، دعواشون میشه. این یکی که تو آمریکاست گفته خواهر جون شما حساب کن تقسیم بر سه کن سهمت چقدر میشه، گفته اینقدر، گفته هرچی این داد اون تو بردار باقیشو بده من، من اصلا نمیخوام. دوستان همه ما در حال رفتنیم، اینقدر برای ارث و میراث به پرپای هم نپیچیم. اوکی خب منم نوام داره میاد، بعد از حضورتون خداحافظی کنم. دلالاما رو برید دنبال کنید ببینید اینا چه کثافت هایی. به نظر میرسه این حادثه در 28 فوریه در معبد دالیلاما در دارالمشان نمیدونم ماشاءالله رخ داده است. ببینید از اون ور این یکی دیگه احمق، این پاپ فرانسیس میگه سکس بزرگترین نعمت و بزرگترین، خب شما که خودتون نداشتین پس تو از کجا میدونی؟ یا یکی کردته یا رفتی نمیذارن در آدم بسته باشه. مگه اینا جز اینا نیستن که فارغ و دنیا هستن کاری ندارن؟ چجوری تو میدونی سکس بهترینه؟ اون وقت همین میاد میگه گیا گناه میکنن. البته من نمیدونم بهشت میرن یا جهنم میرن، خفه شو حرف نزن، برو پولت بساز. الان اینجا که رد میشید تمام این کلیساها نوشتن همه تون خوش آمدید، برای چی؟ میخوان عروسی گیارم اونجا انجام بده. چشم حسود کور مثل اتوبوس هندی ها تا سقف اتوبوس هم پر شده از رؤسای جمهور آینده. من رفتم خواهش مردم منم جای واسکازین طلب کنید گیرباکس بلکه راحت تر دنده عوض کنید، گفتن سواد نداری بیرونم کردن. دمت گرم آقای فاتحی با این طنزای زیبایی که مینویسی. من از حضورتون مرخصی بگیرم و برم یاد یه دوتای دیگه بخونم. یه چیز دیگه داریم، چرا جواد علوی بروجردی، اینو بهتون نشون بدم. آخوندی که میاد میگه ما از اقتصاد چی میدونیم، بانک چیه، فلان، اینا هستن دوستان، ولی یکی به خودشون نمیگه آقا اگه شما قبول داری اینا انقدر خراب و بد و فلانه، چرا هنوز این عمامه سیاه رو میذاری سرت که نشون بدی عربا مادرتو فلان کردن، و چرا هنوز این لباسا رو میپوشی که خودتو از مردم فکر کنی بالاتر هستی؟ گوش کنید اینجا، ببخشید. دینی برای درست کردن علم نیامده. اینا یه مطلبی است که من نمیتونم روش نظر بدم، بعد متخصص نظر بده. از جمله مسائل اقتصادی است و به خصوص یک مصیبت که ما داریم، این مصیبت هنوزم هست، آثارش هم داریم میکشیم. در اول انقلاب بزرگان ما خیلی تسلیم نظریه سوسیالیست بودن و اقتصاد سوسیالیستی، یعنی
یعنی واقعا اون زمان خیال میکردن که شاه و حکومتش این اقتصاد آزاده و الان این فقر و بساط و هرچی. خب حالا اینه داشته باشیم، دلم میخواد مثل اون احمق صادق چی اسمش، زیبا کلام زش رو زش خو، یکی بیاد ببینیم این خودش چی میگفته قبل از انقلاب راجب بانک و سیاست و سیستم بانکی و اینها. این که الان میگه سوسیالیست راست میگه، آمریکا هم الان داره هی سوسیالیست رو فشار میده. برید ببینید سیاتل واشنگتن اونوری غربی و اون پورتلند اورگان اینا، ببینید به چه روزی افتاده. آقای بیل مار که خودش همیشه طرفدار به اصطلاح لیبرال و دموکرات بوده الان دیگه زده شده. تازگی ها یه نماینده دموکرات اصلا ول کرده، گفته دموکرات ها انقدر دیگه دارن میرن چپ که ما داریم میافتیم پایین. از این ورم که دیدی دنیا رو دارن سوق میدن به طرف روسیه و به طرف چین، روسیه، چین، ایران، نورد کوریا، این چهارتا الان یه وزنه ای شدن. دوستان عزیز ممنون و متشکرم. اینم آقای این، اون یکی دیگه جزائری رو پیدا کنید که تعریف میکنه چجوری مسلمان ها حمله کردن، چجوری با سنگ ایرانی ها رو میکشتن، چجوری گلوی مردم رو میجویدن، خونشون رو میمکیدن، بعد خود قرمساقش عمامه سیاه گردن سرشه. یعنی افتخار میکنه که یکی از همین وحشی ها مادرشو صلوات دندونشو مسواک. دوستان بسته یا بازم بگم دشمن به اندازه کافی پیدا کردیم یا نه هنوز؟ خیلی ممنون، فیلمش رو هم دیدم. بذار ببینم این فیلمش هم. آها. Hi everyone, Mark Barden here at Sandy Hook Promise. بله این دوستمون براش فرستاده بودم راجع به این دالالاما، بعد میگه من به غیر از چی رفتم فیلمش هم دیدم، تهوع آور است. دوستان عزیز برنامه ما 1 ساعت 59 دقیقه در خدمتتون بودیم. حتما حمایت کنید، حتما لایک کنید، حتما با دوستانتون شیر کنید. ممنون متشکرم. شما هم میتونید برنامه داشته باشید، با آقای کردار هم میتونید برنامه داشته باشید، ولی یک کسی باید هزینه بده. حرف مفت در تلویزیون مردم تمام شد. روز روزگار خوش، امیدوارم سال خوبی رو شروع کرده باشید، بهتر تموم کنید، هر روزتون بهتر از دیروز، فردا بهتر از امروز. مرسی که با ما بودید.